بینندگان عزیز، با سلام به شما و با این امید که تا این لحظه رو به خوبی و خوشی پشت سر گذاشته باشید و اوقاتی رو که امروز با هم هستیم اوقات بهتری داشته باشیم. امروز جمعه 22 ماه ژانویه سال 2016 میلادی و برابر است با 2 بهمن ماه 1394. خیلی خوشحالم که فرصتی پیش آمد تا با خانم دکتر بهیه جیلانی از پاریس باشیم. امسال هنوز با ایشون صحبت نکردیم، جا داره که سال 2016 رو بهشون تبریک بگیم. امیدوار باشیم سالی بهتر برای ایشون، برای خانوادهشون و خانواده بزرگ ایشون، ایران و ایرانی ها باشه. دعوت کردیم از ایشون تا امروز درباره انتخابات آینده ایران که در ماه اسفند قرار هست انجام بشه و حرفای خندداری رو هم این ورانور میشنویم. البته این از اون خنده هایی است که اگر آدم میخنده هم خنده تلخ من از گریه غم انگیزتر است. بهتون خوش آمد میگم و ممنون و متشکر و سال خوبی براتون آرزو میکنم. خانم جیلانی، این شما و این هم بینندگان و شنوندگان تلویزیون مردم، لطف کنید بگید نظر شما چیه و فکر میکنید که چه خواهد شد، مردم باید در این انتخابات شرکت کنند یا نه؟ درود فراوان به شما و بینندگان شما. امیدوارم که سال نو، اگرچه کمی دیر شده، ولی امیدوارم که سال خوبی رو داشته باشیم. همچنین ملت ما در ایران و در این پریودی که پریود انتخابات زیاد بهشون بد نگذره. اگرچه مسئله برجام باعث شادمانی شد، اگرچه امیدی بهش نیست، ولی امروز نوبت انتخاباته که مردم رو سرگرم بکنن. اگرچه ما آگاهیم که 38 سال انتخاباتی وجود نداشته، هر زمان انتصابات بوده، هر زمان به بهانه ادعی و مردم رو کشوندن تو خیابون که وجاهت قانونی به انتخابات خودشون بدن. این بار هم با بارهای دیگر هیچ تفاوتی نداره و من فکر میکنم که باز هدف کشوندن مردم به خیابان و فیلم برداری و به دنیا نشان دادن که ما هنوز طرفداران داریم. اما این مسئله این بار بسیار مشکل تر شده، چون هر بار جمهوری اسلامی در هر مقطع ریزش میکنه و بعد از انتخابات سال 88 من فکر میکنم که ملت ما هنوز فجایعی که بر ما گذشت رو فراموش نکردن و امروز داستان خیلی غلیظ‌تر و خیلی خیلی هیجان انگیزتره تا مردم رو بتونن و هر نحوی که شده پای صندوق ها بکشونن. و ما میدانیم که این انتخابات کاملا از پیش آماده و مهندسی شده، فقط ما دو چماق به اسم نظارت استصوابی و شورای نگهبان داریم که این بازی و این مهندسی از خط خودش خارج نشه. البته رد صلاحیت ها رو ما شاهد بودیم که این رد صلاحیت ها در حقیقت یک از کار انداختن روحانی و دولت روحانی بود. چرا؟ چون اواخر برجام، اگرچه با مدیریت خود رهبر بود، برجام در هر حال به فرجام رسید. اگرچه هنوز ما چیزی در حقیقت ندیدیم، بیشتر یک داستان و حرف تا عمل بشه، اگرچه این داستان برجام هم کش و قوس فراوانی داره. اما در هر حال به پای آقای روحانی نوشته شد که در زمان ایشون این برجام به مقصد رسید با مدیریت خود آقای خامنه‌ای. اما آقای خامنه‌ای فراموش نکنیم که با تمام این که برجام به پای آقای روحانی نوشته شد، خواهان این نیست که روحانی قدرت بیشتری پیدا بکنه و بتونه مجلس رو هم تصاحب بکنه و اینکه برای خامنه‌ای تجربه مجلس ششم زمان خاتمی تجربه تلخی بود و مجلس ششم رو یعنی مدل مجلس ششم رو دوباره خواهانیست. و ما فراموش نمی کنیم که زمان آقای خاتمی برای اولین بار تونست دولت و مجلس تقریبا همگون باشد. اما این اشتباه دوباره تکرار نخواهد شد و امروز شما میبینید که آقای خامنه‌ای از تمام قدرت‌هاش داره استفاده میکنه و حتی تو این قدرت استفاده کردن قدرتش
به خاکی میزنه. و همین جمله که شما فرمودین که مخالفین هم به ایشون رأی بدن ولی نماینده ای نخواهند داشت و نماینده ای هم نخواهند توانست به مجلس بفرستن، اگرچه طبق قانون اساسی حتی اقلیت های دینی که تعداد آنها بیشمار نیست، طبق قانون اساسی باید نماینده خودشون رو در مجلس شورای اسلامی داشته باشن، ولی متاسفانه طبق قانون برخورد نمیشه و اقلیت های ما آنچنان نماینده ای به جز نماینده یهودی ها و زرتشتی ها نماینده دیگری در مجلس، اگرچه مولوی هم وجود داره که نماینده سنی ها هست، ولی آنچنان که شما میبینید ایشون زیاد جدی حساب نمیشه، حتی ممنوع خروجش میکنن، حق شرکت در جلسات در دنیا رو نداره، در نتیجه با عدالت رفتار نمیشه با اقلیت. در هر حال آقای خامنه ای هیچ علاقه ای نداره که بعد از این، زیرا امروز احساس ترس و وحشت میکنه، میدونه که نتیجه برجام بر این خواهد بود که خارجی ها بیشتر و بیشتر در ایران خواهند بود، رفت آمد بیشتر خواهد بود. آیا این برجام تحولی در ایران ایجاد خواهد کرد؟ جمهوری اسلامی و نظام از همین مسئله میترسه که این برجام باعث گشایش و پیشرفتی، اگرچه من هیچ امیدی به این نظام ندارم که اتفاقی زیر پرچم این نظام برای ایران و ایرانی خواهد افتاد، اما جمهوری اسلامی این وحشت رو داره که برداشته شدن این تحریم ها و به نتیجه رسیدن برجام برای اجتماع ایران تحولی ایجاد بکنه. اگرچه روحانی یک همچین تصمیمی رو هم داره که نتیجه برجام ها یک رفلکسی روی اجتماع ایران داشته باشه و باند اصولگرا را به تحول نیستند و میخواهند میدان رو تنگتر و تنگتر بکنند، اما با تنگ کردن این میدان من باور ندارم که بتونیم پیشرفتی که امروز در اجتماع ایران داره پیش میاد و جوانان ما و تمام اتفاقات خوب و بدی که در ایران در حال به وقوع پیوستن هستند، نمیتونه با این نظام و ساختار این نظام مچ بشه. در نتیجه من فکر میکنم که تحولاتی که ما در آینده خواهیم داشت شاید از تحولات و اتفاقات سال 88 بدتر باشه و ما امروز میبینیم که در حقیقت شورای نگهبان در حال ریختن بیرون تمام کسانی که کاندیدا شدن، ما مشاهده میکنیم که 95% اصلاح طلب ها رو رد صلاحیت کردن و 50 تن از نماینده های مجلس شورای اسلامی که امروز نماینده هستند رد صلاحیت شدن و امروز آقای احمد خاتمی به این افراد حمله کرده که اگر این افراد رد صلاحیت خودشون رو نپذیرند در حقیقت ضد قانونی برخورد کردن و این افراد شایستگی این رو ندارن که حتی پست های امروزشون که نماینده مجلس هستن رو داشته باشن. بسیار ممنونم از شما. شما در رابطه با برجام و اینکه به فرجام میرسه یا نه صحبت کردین. دیدیم که دفعه اول که چند ماه پیش صحبت از اون بود، مردم توی خیابون‌ها ریختن، شادمانی کردن با ماشین‌هاشون و با رقصیدن و اینها، ولی این بار که حقیقتاً عملی شده هیچ خبری نبود. معنیش چیه؟ معنیش اینه که مردم هم متوجه شدن که این سودی براشون نداره، یا اینکه به اصطلاح هر جا که دولت میخواد خوشحالی کنه اونها میخوان بگن که این دولت نماینده ما نیست. من فکر میکنم که دولت نظام جمهوری اسلامی امروز در دل مردم دیگر جایی نداره و کسانی که دوروبر این نظام رو پر میکنن در حقیقت افرادی هستند که منافع اقتصادی خودشون رو در موجودیت جمهوری اسلامی میبرن و نفع میبرن و کسی واقعا امروز از صمیم دل با جمهوری اسلامی نیست. زیرا 37 سال جمهوری اسلامی امتحان خودش رو به این ملت داده و ما هنوز
شعارهای انتخاباتی آقای روحانی رو فراموش نکردیم و هنوز ملتی که چشم امید به آقای روحانی داشتن امروز اونها هم جزء افرادی هستند که مطمئنن رأی نخواهند داد برای اینکه جمهوری اسلامی دیگر امروز در ایران هنوز رنگی نداره، ملت باور ندارن، ایمان رو از دست دادن و اگر ما نتیجه برجام رو ملت جشن نگرفتن، من فکر نمی کنم ملت ما امروز فکر بکنه که برداشته شدن تحریم ها برای ملت چیزی رو در بر خواهد داشت یا اتفاقی از لحاظ اقتصادی در ایران پیش خواهد آمد و این ناامیدی مردم هست که خود به خود عقب نشینی میکنن. و جالبتر این که آقای خامنه‌ای با تمام این که میدونه امروز شرایط علاقه مردم یا کششی که مردم نسبت به جمهوری اسلامی دارن تقریبا صفره، با تمام این اوضاع حاضر نیست کسانی رو که مانند اصلاح طلبا، که من باور ندارم که اصلاح طلب میتونه یک کاراکتر مجزا از اصول نظام داشته باشه، بلکه از بدنه خود این نظام با چاشنی متفاوت، در نتیجه اون رو هم نمیپذیره. در صورتی که امروز جناح اصلاح طلب در ایران، من فکر نمی کنم که خواست دیگری داشته باشه به جز خود نظام که آقای خامنه‌ای این وزنه رو پر میکنن، این تفاوتی وجود داشته باشه. هیچ کدام، چه اصلاح طلب، چه اصولگرا، چه بخش افراد دیگر مانند رفسنجانی، من فکر نمی کنم که اینها خواهان تغییر در اصل نظام جمهوری اسلامی و یا 0.5% سرنگونی خواه باشن. در نتیجه من فکر نمی کنم که نگاه افراد مختلف، چه اونهایی که رد صلاحیت شدن و چه اونهایی که قبول شدن، متفاوت باشه و یا اینکه اصلاح طلب خواهان تغییر بزرگی در ایران هست و یا خواهان دموکراسی و یا سکولاریسم. در نتیجه من فکر میکنم که تمام این بازارگرمی ها و تمام این کش و قوس ها یک بازی بیش نیست، فقط برای گرم کردن بازار انتخابات که بتونن به خودشون یک توجیه قانونی بدن. در صورتی که من فکر میکنم که از سال 88 به بعد جمهوری اسلامی در حقیقت مشروع بودن خودش رو از دست داده. اگر مردم امروز صداشون در نمیاد، بلکه از نجابت اونهاست، بلکه منتظرن شاید یک گشایشی از دل این جمهوری اسلامی خارج بشه، ولی من فکر نمی کنم که این نظام قراره برای این ملت کاری انجام بده. و همیشه اعتراف کردن که این نظام ضد ایرانیت و ضد ایرانی هست. بسیار ممنونم از شما. شما در رابطه با اصلاح طلبان صحبت کردید. هفته پیش چندین نفر از اینها از جمله آقای تبرزدی اسم نویسی کرده بودند. نظرتون درباره اینها چیه؟ آیا اینها هم به اصطلاح کمک میکنن به دولت که بگن بله این انتخابات انقدر خوبه که ما هم حتی نامزد شدیم، یا اینکه واقعا مؤثر؟ ضمناً خود شما اگر کسی ازتون سوال کنه که در انتخابات شرکت کنیم یا نکنیم، چی بگید بهشون؟ نظر شخصی من انتخاب در این انتخابات شرکت نکردنه، اگرچه ممکنه دقیقاً در اصل مطلب نقطه بیش نباشیم، اما شرکت نکردن و وجاهت قانونی ندادن به این نظام خودش یک قدم بزرگیه. اگرچه جمهوری اسلامی در حقیقت به رأی ما نیازمند نیست، رأی خودش رو، تصمیم خودش رو، ساختار خودش رو ترسیم کرده، اما برای این وجاهت قانونی برای دنیای بین المللی که جمهوری اسلامی امروز میخواد افراد وجود داشته باشن، در خیابانها پر باشن، جمهوری اسلامی فردا بگه من هنوز در ایران طرفدار دارم، در نتیجه لژیتیم هستم و حکومت میکنم، و این برای جمهوری اسلامی گران تمام خواهد شد. اگر دنیا مشاهده بکنه که در اصل جمهوری اسلامی ریشه‌ای در دل مردم نداره و تموم شده است و با زور و
گدنک و اسلحه این ملت رو حفظ کرده و شما شاهدین که به آقای روحانی سلطان اعدام لقب دادن و این یک واقعیته. این نظام امروز پکیده، فقط متاسفانه اپوزیسیون ایران اون پایگاه و اون سیستم رو نداره که بتونه امروز یک آلترناتیوی بشه و امروز بتونه در دل مردم رو به جنبش دعوت بکنه. بسیار ممنونم از شما و امیدوارم در سال جدید ما شما رو بیشتر داشته باشیم. اگر صحبتی هست بفرمایید، اگر نه از شما خداحافظی کنم به این امید که باز هم با شما باشیم و خبرهای بهتری بشنویم. خواهش میکنم، من فقط از مردم میخواستم به این جمهوری اسلامی این اوکازیون رو ندن که دوباره این نمایش رو در صحنه جهانی بازی بکنه که یک رژیم مردمی است و هنوز در دل ایران کسانی هستند که او رو باور دارند. در حقیقت امروز ملت ایران به این سیستم دیگه باور نداره، فقط دنبال یک راه حل بزرگ. سپاس فراوان از مهر شما، امیدوارم که سال خوبی داشته باشین در ختم این جلسه و اینکه امسال برای ملت ما سال آزادی و رهایی باشه. ما هم از شما ممنونیم، بهترین ها رو براتون آرزو میکنیم. به امید دیدار. سپاس فراوان، شبید. مرسی. خب دوستان عزیز، با خانم دکتر بهیه جیلانی بودیم. ایشون روی فیسبوک بسیار فعال هستن، اگر مایل باشید باشون تماس بگیرید مستقیما از طریق فیسبوک، یا اگر براتون مشکل هست و فیسبوک ندارید و ایمیل یا پیام ساده تر هست، اجازه بدید من این شماره تلفن و آدرس ایمیل و اینها رو براتون بذارم تا بتونید با ما تماس بگیرید و گفته های شما رو برای خانم جیلانی فوروارد میکنیم یا منتقل میکنیم یا ارسال میکنیم. ایشون هم در برنامه های آینده پاسخ خواهند داد. نظر شما چی هست؟ من امروز یک ویدیویی رو که مربوط به انتخابات زمان آقای خاتمی بوده گذاشتم روی فیسبوک و عنوانش هم هست، اجازه بدید که این رو هم براتون بنویسم. البته برای من خیلی جالبه، ما هرچی می‌نویسیم دوستان توجه نمی‌کنن و حرفای خودشون رو می‌زنن. بذارید من اینو بهتون اینجا نشون بدم. نوشتیم که دیگه از این ساده‌تر من نمی‌دونم چه جوری بنویسم. شاید من باید مشکل بنویسم که این دوستان متوجه بشن. نوشتم آیا امیدی به انتخابات آینده ایران می‌توان داشت؟ این دوستمون ورداشته این زیر نوشته که مرتجعین میخواهند انتخابات نباشد اما مردم به انتصاب شده ها رأی بدهند. دوباره نوشتم آیا امیدی به انتخابات آینده ایران میتوان داشت؟ بعد ایشون باز نوشته این را بدون هیچ شکی میشود انتخاب انتصاب شده ها برای ادامه قشری از نظام که استوار بر ریا تزویر، راندخاری، اختناق و ارتجاع متجاوز از 3 دهه هست. من فکر کنم تا فردا صبحم اگه من همین سؤال رو تکرار کنم ایشونم همه چیزها رو میگه و میخواد که ما بریم از توی نوشته های ایشون به اصطلاح برداشت کنیم که نظرشون چیه. زمین این که خیلی ساده میتونید بنویسید نه امیدی نیست. اتفاقا خود اونایی هم که داخل ایران هستن، حتی آقای روحانی اعتراض کرده که خب بابا این انتخابات اگه اولش اینجوری میزنید همه رو قلق و غم میکنید، پس فرقی نمیکنه با اون تقلب در انتخابات و اون کسی رو که میخواین میفرسین، حالا ببینیم چی میشه. این هم میدونید این آقای روحانی خودش 20 سال توی این برنامه های اتمی بود، همش میگفت حق مسلم ماست، حق مسلم ماست، ولی امروز با این همه ضرر و با این همه به اصطلاح چیز باز میگه ما پیروز و برنده هستیم. ما نمیدونیم اون موقع برنده بودیم یا الان برنده هستیم. اجازه بدید که یه سری از چیزهایی رو که من براتون جمع کردم و نوشتیم اینجا بخونیم و با هم نگاه کنیم، نظر شما رو در اون مورد اونها هم بدونیم. بعد امروز ساعت 3 بعد از ظهر با آقای دکتر کاظم افشارها هستیم در برنامه پرسش و پاسخ که ایشون گفتن پر
خودتون حالا وقتی که ایشون آمد میبینید که به برنامه میشه به عنوان پرپا، پرسش و پاسخ. در هر صورت منتظر ایشون هم هستیم ساعت 3 بعد از ظهر به وقت واشنگتن، 12 ظهر به وقت خواستم بگم آفریقا، کالیفرنیا. همین الان یکی از دوستان برای من فرستاد، آقای علی شیرازی، که آقای بیل کازبی، این هنرپیشه و کمدین معروف آمریکایی که الان از لحاظ چیز هم به اصطلاح لیگالی بلایند، یعنی قانونا ایشون نابینا هست، توی دادگاه امروز گویا تبرئه شده، چون حدود 50 نفر زن شکایت کرده بودن که ایشون بهشون قرص هایی میداده که اینها گیج میشدن، بعد ازشون سوء استفاده جنسی میکرده و اینها. و اتفاقا من از هفته پیش دیدم که یه وکیلی آمد و گفت که دادستان حالا یا اشتباه کرده یا اون وکیل بیل کازبی خیلی وارد بوده، به این به اصطلاح مسئولیت دادن. وقتی که دادستان مسئولیت میده که شما اگر مثلا به این جرم اعتراف کنید، اون جرم های دیگر رو ما بهش رسیدگی نمی کنیم یا اصلا به دادگاه نمی بریم، اینها، اون به نفع این آقای چیز شده، بیل کازبی. و واقعا اینم یکی از معضلات دنیا است که اونهایی که پول و قدرت دارن با این همه امکانات که دارن باز کارهای غیرقانونی و زشت اینجوری انجام میدن. و امروز باز یکی از دوستان، اولا اینجا برف شروع کرده به ریزش، به بارون میگیم باریدن، به برف میگیم ریزش، و از 12 ظهر هم تمام جایی که حتی باز بود تعطیل کردن، بعضی که از امروز صبح تعطیل کردن، دیروز هم مدرسه های اینجا تعطیل بود. و قراره که ما 36 اینچ تقریبا چقدر میشه 36 تا 2.5، حدود 90 سانتیمتر قرار برف داشته باشیم و امیدوارم که اتفاق بدی نیفته، برق ها قطع نشه، مردم تصادف نکنن. اینها البته از چند روز پیش اینجا گفتن و اینها رفتن وسیله و خوراک و اینها رو آماده کردن، ولی بعضی ها هستن میدونید که روز به روز زندگی میکنن، یعنی امروز باید بره کار تا عصر یه درآمدی داشته باشه، اون درآمد رو ببره فروشگاه خرید کنه، وسیله و خاربار بخره برای خانوادهش. اون بیچاره ها حالا به غیر از اینکه سرما تعطیل میشه و اینها، این امکانات رو هم ندارن که بتونن برن از قبل بخرن. ولی خب خیلی ها همه چیز از آب و نون گرفته تا کرایه کردن فیلم های ویدیو تا مشروب تا حتی دستمال توالت. و یکی از دوستان میگفت دستمال توالت برای چی اینقدر میخرن؟ گفتم خب روزای دیگه میرن بیرون سر کار این ور اون ور، این روزایی که برف هست توی خونه میشینن، از این بر هی میخورن، از اون برم توالت سر کار اینا رو که استفاده نمیکنن، باید توالتای خودشون استفاده کنن، به احتمال زیاد برای همین هم هست. و اما در رابطه با سلامتی و اینها میگن که 4 تا Are you drinking enough water؟ میگن که شما به اندازه کافی آب می نوشید؟ می دونید که چند سالی بود 1000 تا چیز مختلفه به مردم گفتن، یکی می گفت روزی 8 تا لیوان آب بخورید، یکی می گفت 8 تا لیوان آب بخوریم دیگه همش باید تو دستشویی باشیم و اینها. ولی این میگه که 4 تا علامت که شما اگر به اونها توجه کنید نشون میده که آب به اندازه کافی می خورید یا نه. یکی اون رنگ ادرارتون هست و مقداری که ادرار می کنید، میگه که یکی دیگهش اون هست که اگر احساس تشنگی میکنید، که من فکر کنم خب بهترینش همین احساس تشنگی باشه و شما آب نخورین، معلومه که بدنتون احتیاج به آب داره و شما کم آب بخورید. یکی دیگه میگه اگر خیلی گرمتون میشه احتمالاً شما بدنتون احتیاج به آب داره. و دیگری اگر پوستتون خشک هست، اگرم میخواین این مقاله رو ایمیل برای من بفرستید، من براتون میفرستم، یا خودتون روی گوگل و به اصطلاح یاهو و اسک و اینها اگر بزنید Are you drinking enough water؟ آیا شما به اندازه کافی آب می نوشید یا نه؟ این مقاله ها براتون میاد. و بذارید ببینیم که دیگه چی گذاشتیم. خب بله،
یه دوستی ما داریم، حالا شاید نخوان اسمشون رو بگم، این آقا لطف میکنه برای من ایمیلایی رو میفرسته و امروز برای من یه ایمیلی رو فرستاد، حقیقتا یکم سوال انگیز بود و ازش پرسیدم که این چیزی که شما میگید راجع به آمریکاست و ایشون گفت بله، و حالا من براتون میخونم. نوشته که دوستان عزیز ایرانی، این راجع به مادر و دختری با عزت نفس است که از فقر و مجبوری، باید بینید از فقر و اجبار و ضرب و شتم توی ماشین کنار مسجد میخوابند. کمک کنید، صدقه بدهید، اموالتان، داراییتان را تزکیه کنید که خدا و وجدان و انسانیت و علم اقتصاد میگویند که مستمندان هم در و بر اموالمان حق میدارند. من از طریق کریدیت کارتم همین الان کمک کردم. مقدار هر چه کوچک هم باشد با یکی دلارهای دیگران جمع می شود و برای یک مادر و فرزند مستمند کمک می شود. می توانید خودتان راهی هم برای کمک های یکی دو دلاری فکر کنید و با بنده و یا دیگران در میان بگذارید که مثلا کمک های نقدی و متاعی من را از طرف ایرانیان یک جا بفرستید. در ضمن این جانب بارها به مسجد ابراهیم رفتم و امام لقمان و افراد زیاد دیگری را به صداقت و خوشنامی میشناسم. دعا کنیم باز پروردگارا تشکرت که این کار خیر را امشب راهی این بنده قرار دادی. امیدوارم که دوستان که میدانم همشان خیر و نیر هستند، اینو نمیتونم بخونم، و چون دستی سویشان برای کمک به مستمند آید آن را خواهند فشرد. برای اطلاع دقیق‌تر خودتان کل شرح آقای لقمان را بخوانید. و این پایین آقای لقمان آمده و یه چیزایی نوشته به انگلیسی، ولی خب ایشون به فارسی گفتن. حالا چون ایشون به صورت عمومی خواستن پس اسمشون و اینها هم اشکالی نداره. آقای احمد هلالیان، من برای ایشون نوشتم که این مادر و دختر در آمریکا در کنار مسجد توی ماشین میخوابن و شما میخوان براشون پول جمع کنید. ایشون نوشت بله. گفتم خب قربان، اینجا که اداره سوشال سکیوریتی هست، اینجا که پلیس هست، اینجا که سازمانهایی هست که مخصوصا به خانمها کمک میکنه، چرا اینها از اونا به اصطلاح درخواست کمک نمیکنن؟ برای من ایشون یه جوابی نوشت که من حقیقتش نمیفهمم یعنی چی. ایشون نوشته قربان اون قد و بالا برم، کاکو جون یا نمیگیری یا بوسیدی و رفتی. بابا به خود بیا، ایرانیتت از عرقت رفته یا از عرقت رفته؟ خواهش میکنم کمی هم با خانمت درباره این پیشنهادی که کردی صحبت کن، با دیگران هم صحبت کن، اسم و پرایویسی را همیشه در نظر داشته باش. من نمیفهم، من یه سوال ساده از شما که تو آمریکا زندگی میکنید پرسیدم. شما میگید یک مسجدی هست در آمریکا. اولا مسجدی که تمام کمک های مالی رو میگیره، مالیات روش نمیده، این کمک های مالی رو که میگیره برای اینه که مسجد کمک کنه به این خانم و دخترش. اگر یک کسی پول داره کمک میکنه به مسجد، اگر یک کسی نیاز داره میره از مسجد میگیره. که من حقیقتش هنوز نمیفهمم این ماجرای مسجد و کلیسا و اینها. اون موقعی که توی دنیا دولت‌های منظم و ردیف نبوده، اینها کار دولت رو انجام میدادن، یعنی از اون پولاره میگرفته، حتی بعضی هاشون خمس و زکات و اینها رو حالا یا با زور و یا با ترس بهشت و جهنم میگرفتن، به اون نیازمنده میدادن. در طی زمان مردم فهمیدن که اینها هی میگیرن به نیازمنده نمیدن، خودشون میخورن چاق میشن، به بچه هاشون میدن، به فامیلشون میدن. بعدن به فکر این افتادن که چه کار کنیم. آمدن گفتن ما کاری نداریم که این مسلمونه، این مسیحیه، این کلیمیه، این باید بره کلیسا کمک کنه، این باید بره مسجد کمک کنه. همه مالیات میدن. این مالیات همون خمس و زکات هست. نگاه کنی تقریبا همون یه پنجم و اینا میشه دیگه. همه مالیات میدن
بعد میگن اگر کسی نمیتونه کار کنه، نیازمنده، بیاد از این مالیات ها بر اساس یک قوانینی که خودشون درست کردن به اون بدن. حالا شما میگی ما نمیدونم ارقیتمون از دست دادیم و اینها، این پاسخ سوال ساده من نشد عزیزم. و شما اگر میخواین کمک کنید، شما باید اولین کاری که میکنید این خانم و دخترش بره مسجد، براش جایی تعیین کنن، براش خونه زندگی و مسجد کمک کنه، بعد از مردم بخواد. نمیدونم، در اصل مشکل زیاد. و اما گفتم بعضی از دوستان به ما گفتن که خبرها رو بخونیم. من حقیقتش باور دارم که خبرها رو شما زودتر از من و دیگران بعضی وقتا میبینید، ولی حالا چند تا سرتیتر خبر رو هم براتون میخونم. یکیش که همین الان آمد، میدونید خبرها جدیدش میره بالا، و اینی که الان آمده بالا نوشته که روز شنبه 26 دی ماه زن جوانی حدود 35 ساله یا 25 ساله در ایستگاه درواز دولت خودکشی کرد. احسان مقدم سخنگوی شرکت بهره برداری مترو تهران با تایید این خبر گفت بعد از ظهر امروز در خط 4 مترو و الی آخر. آمریکا خواستار کمک ایران در حل معمای شهروندان ناپدید شدهش در عراق شد. ناپدید شدن کاراتکار ایرانی در فرودگاه پاریس. نفت اوپک 22 دلاری شد. پارازیت، آلودگی ها و مواد شیمیایی ضربان زندگی ایرانی را مختل می کند. پیش بینی رشد 10 برابری صادرات سوئد به ایران پس از رفع تحریم ها. همایون بهزادی درگذشت. همایون بهزادی یکی از بازیکنان سابق تیم فوتبال ایران، بامداد روز جمعه 2 بهمن در سن 73 سالگی درگذشت. روان شاد و یادش گرامی باد. حمایت از دیپلماسی هسته‌ای باعث رد صلاحیتم شد. این را آقای داریوش قنبری در گفتگو با خبرنگار ایلنا گفته. و اما امضای 17 سند همکاری در دستور کار. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شبکه خبر، ابراهیم رحیم‌پور معاون آسیا اقیانوسیه وزیر امور خارجه در مصاحبه با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما گفت رئیس جمهور چین در صدر هیئتی عالی رتبه سیاسی اقتصادی امشب وارد تهران می شود. درآمد کلان ترکیه از صادرات سریال. پایان سال 2015 صنعت سریال سازی این کشور درآمد سالانه خود از صادرات سریال در این سال را اعلام کرد. برابر این گزارش صادرات سریال های ترک که در سال 2014 200 میلیون بود، در سال 2015 این ما بارها به این دوستان گفتیم روی آسمان دیلی نیوز، شما اگر تیتر رو میزنید این خلاصه خبر رو هم تا اونجایی که یه جمله اقلا تموم بشه بزنید که آدم هم مجبور نشه بره اونجا، ولی گوش نمیدن، هر کسی ساز خودش رو میزنه. آخرین تحولات بازار در اولین روز بهمن ماه، ایتالیا 5 بیمارستان اجازه بدید، ایتالیا 5 بیمارستان در ایران میسازد. جزئیات 5 فرصت مطالعاتی برای خبرنگاران در مؤسسات معتبر اروپا و آمریکا. آمریکا بازرگانان را برای سفر به ایران از قانون محدودیت‌های ویزا معاف کرد. موحدی کرمانی از رد صلاحیت احتمالی حسن خمینی خبر داد. یه عکس خیلی قشنگی رو یا این علی آقای شیرازی برای من فرستاده یا آقای سهیلی، و اگه بتونم پیداش کنم خیلی جالبه که نشون میده همه به اصطلاح اینایی که حتی از خودشون هستن هم یکی دارن رد صلاحیت میشن. یعنی دیگه دولت جمهوری اسلامی بچه آخوندا و دوستای خودش رو هم قبول نداره، و این که میگن انقلاب بچه خودش رو هم میخوره، مثل که کم کم درست میشه. راجع به عکس گفتم، بذارید من یه عکس زیبایی رو اینجا به شما نشون بدم. حتما شنیدید من گهگاه از دوستمون آقای علی ترابی صحبت میکنم که با ایشون در هنرستان شیراز بودیم و ایشون با داداش من
هم دوره سربازی بوده در تهران و اینها، و خب ایشون از ما خیلی جلوتره و این آقا فرهاد نوه دختری ایشون هست. حالا ای کاش نوشته بودن که اون دختر خانم هم خواهر فرهاد هست، یا اینها هم از همین الان به قول معروف دوست دختر دوست پسر دارن، و این دوست دختر دوست پسر همش به نیت بد نگیرید، خیلی از اینها حتی از توی کودکستان دوست پسر دوست دختر هستن و دوست هستن، و میبینید که خیلی شیک پوش و خوشگل و هنسام، به ایرانی چی میشه؟ خوشتیپ. در صورت به تبریک میگم علی آقا که خانواده کامل، همسر و فرزند و نوه ها، و امیدوارم همیشه جمعتون جمع و غمتون کم باشه. این هم از دوست خوبمون آقای علی ترابی. و اما گفتم بهتون که اینجا برف و اول دیروز بودی مقداری، باز پریشب اینجا یخبندون اینها شد، ولی الان اگه نگاه کنید چپ و راست دارن اعلامیه میفرستن، تعطیلی‌ها رو اعلام میکنن. این حتی مثلا بانک هست که گفته که ما تعطیل هستیم امروز و فردا و پولاتون رو بانک نیارید، برید بذارید زیر بالشتون و همونجا راحت باشید. ببینیم که این چی میگه. بله اینم از این. بله قسمت اول برنامه اگر ندیدید، با خانم دکتر بهیه جیلانی بودیم، ساعت 3 بعد از ظهر قسمت دوم برنامه با آقای دکتر کاظم افشارها خواهیم بود، و امروز ساعت 4 بعد از ظهر با آقای حسن ارشاد از ایران خواهیم بود. و قبل از برنامه من هم یک ویدیویی رو پخش کردیم که اگر ندیدید اون رو در باز پخش خواهیم دید، و از طرفی بله توی باز پخش از حالا تا جمعه آینده اون رو خواهید دید. صحبت‌های یه دوستی بود که دو تا دوست مجاهد جدا شده از سازمان مجاهدین، و این که اون دوستشون آقای رحیمی اون موقعی که این نوار رو پر کردن ایشون هنوز بیمار بود و در بیمارستان بود، ولی الان دیگه ایشون فوت کرده، و ببینیم که مجاهدین برای مرده ها چه توهیناتی آماده کرده. یکی از دوستان میگه آقا شما اینا رو ول کنید، اینها با هزار تا بلنگو میرن جلوی کمپ اشرف و کمپ لیبرتی و اینها. گفتم والا من هرچی عکس دیدم یه مش پیرزن و پیرمرد تعدادشون هم 20-30 نفر نمیرسه، و اینها یه مقوای گرفتن دستشون و نوشتن که ما خواهان ملاقات هستیم. و شما اون ویدیویی که میگید هزار تا بلنگو اینها بردن برای من بفرستید، من به خرج خودم تو تلویزیون مردم نشون میدم. ایشون هم شروع کرد 30 تا ویدیو مال سال 2009-2008 و اینها رو فرستاد، توی هیچ کدومش هم من بلنگویی ندیدم، و برای من خیلی عجیبه که واقعا این دوست ما آقا مهرداد، و اون دوستی که برای من راجع به مهرداد نوشته بودید از سوئد و ویدیو فرستاده بودید، این مهردادی که من میگم اون مهرداد نیست. حالا مهرداد چون 2-3 برنامه داشته تو تلویزیون مردم، میتونید برنامهشو ببینید و تحقیق کنید، ولی چون هیچ وقت نخواسته منم هیچ وقت فامیلش رو نگفتم. در هر صورت با امید روزی هستیم که مجاهدین خودشون بیان پاسخگو باشن، و از طرفی اینهایی که هوادار و یا عضو مجاهدین هستن ببینن بابا این کسی که تا دیروز با اینها بوده امروز داره چی میگه، و اگر احتمالاً درست میگه یه کمی لطف کنن این توهین‌ها و تهدیدها و اینها رو دست بردارن. خب میدونید که یک خانمی هست به نام خانم نزهت یحیی‌زاده، و ایشون رو من چند سالی از طریق نوشته‌هاش میشناسم. حقیقتش من یه دونه نوشته مثبت ندیدم از ایشون. هر چی می‌نویسن درباره دیگران بد گفتن و تهمت و تهدید، و ما میگیم آقا خانم شما اینا رو ول کن، وقتت رو با این بدها، با این خائنا، با این وطن فروشها نگذرون، تلف نکن، بیا به مردم بگو چه کسی رو شما قبول دارید، اون کسی رو که شما قبول دارید برنامهش چی هست، و به اصطلاح مردم بدونن که برن دنبالش.
ایران پرستان محترم، اول بدانید میبودی معتاد و بیدرد در هفته گذشته به لغت ایران پرستی ایراد و ایران دوستی را پیشنهاد نمود. خب راست میگه خانم، پرستیدن ایران و نمیدونم شاه و پرستیدن افراد یک کار اشتباه و غلطیه. چه فرقی میکنه با بت پرستی؟ اگه یک کلمه ای را حتی یک کسی دشمنتونه درست میگه اقلا رعایت کنه. در اصل خدا وکیلی میگم، من فکر نمیکنم نوشته های ایشون ارزش خوندن داشته باشه. و اما توضیح برنج آلوده و تاریخ مصرف گذشته دولتی بین مردم، من هیچ وقت اینجا دقت نکردم که روی اینجا گونیای 10 پوندی هست برنج، یعنی حدود 5 کیلو. هیچ وقت دقت نکردم که روی گونیهای برنج تاریخ مصرف میذارن، چون دیدیم بعضی چیزها که خوراک هست مینویسه کی این بسته‌بندی شده و تا کی خوبه که مصرف کنی و بعد از اون تاریخ این به اصطلاح تاریخ مصرفش میگذره، ولی روی برنج من ندیدم. ولی این دوستان نوشتن، ما هم میخونیم. توزیع برنج آلوده و تاریخ مصرف گذشته دولتی، مصرف گذشته دولتی بین مردم. به گزارش خبرگزاری تسنیم، محموله های متعددی از برنج وارداتی تاریخ مصرف گذشته در سال جاری در برخی نقاط کشور توزیع شده و تعدادی از این محموله ها هم کشف شدند. بر اساس این گزارش این برنج ها از انبارهای شرکت قله و خدمات بازرگانی متعلق به شرکت بازرگانی دولتی ایران در برخی استانها بارگیری شده بودند. مبدأ این برنج های وارداتی هم هند، تایلند، اوروگوئه، آرژانتین، آمریکا و برخی کشورهای دیگر گزارش شده است. خبرگزاری تسنیم در ادامه این گزارش نوشته است که تاکنون چندین بار مسئولان وزارت جهاد کشاورزی در خصوص توزیع برنج‌های تاریخ مصرف گذشته با مسئولان شرکت بازرگانی دولتی مکاتبه کرده و خواستار پاسخگویی شدند که خبری از این پاسخگویی در دست نیست. به این ترتیب بر اساس گزارشات خود رسانه‌های دولتی، شرکت بازرگانی دولتی که متعلق به دولت ایران میباشد، توی جمله 3 تا 4 تا دولت عامل توزیع برنج تاریخ مصرف گذشته و بیکیفیت معرفی شده است. ای کاش یه عکسی یه جوری، یا اینکه به مردم بگید که حالا چه کار کنن، یا برنج هایی که تاریخ مصرفشون میگذره به اصطلاح چه جوری میشه تشخیص داد، رنگشون عوض میشه، چی میشه، نمیدونم. و اما کمی در مورد ابو ریحان بیرونی. جورج شارون محقق شهیر ایرانی شیعه بود، در مذهب عاری از تعصب احساسات و ضد آریش یا عربیش تا پایان عمر پابرجا، فیلسوف ریاضیدان، منجم، جغرافیدان و دانشمندی جامعه، پروفسور ارز این پوپ در صدر بزرگان دانشمند جای دارد در ریاضات. این نوشته وقت من متوجه نمیشم اصلا راجع به ابو ریحان بیرونی است. اجازه بدید من بهتون نشون بدم. بعضی وقتا اینو اگر می نویسید، اگر ازش عکس بگیرید قبل از اینکه به هم بریزه بهتره، چون اینجا مثلا برای من اینجوری به دست من میرسه. و یادتون باشه چون فارسی رو از دست راست می نویسید، بعد کامپیوتر میفرسه اینا رو سمت چپ، بعضی وقتا این جمله ها به هم میریزه. و ببینیم حالا چی نوشتید. در صدر بزرگان دانشمند جای دارد در ریاضیات، نجوم، جغرافیا، اگر نان او نوشته نشود، منظورتون نام او، کامل نخواهد بود. اولین بار جدول وزن مخصوص اجسام تنظیم کرد، وزن مخصوص 18 ماده را معین نمود. این همون جدول مندلیوف نبود، چی بود بهش میگفتن؟ قاعده های حسابی به دست آورد. زمانی که پای بشر به ماه رسید، 2 حفره به نام او و خیام ثبت شد. خداییش من اصلا رابطه این جورج شارون و
ابو ریحان بیرونی و اینها رو نفهمیدم، ولی این یکی آخری نوشتید که زمانی که پای بشر به ماه رسید دو حفره به نام او و خیام ثبت شد. البته این دوستمون اینها رو از تلفن همراهش میفرسته، بعضی وقتا این فارسی نویس روی تلفن همراه یه درجه هم از چیز بدتر میشه، از به اصطلاح اینی که ما تو ایمیل ها و اینها میبینیم. حالا همین دوستمون یه مطلب دیگه هم نوشته که من این رو براتون نشون بدم. دلیلی که من نشون میدم اینه که من اگه یه وقتی اشتباه بخونم شما صحیحش رو خودتون بتونید ببینید و بخونید، و اگر اینها به هم ریخته باشه گناهش رو گردن من نیندازید. کاگو جان، این هم یکی از داستانهای ابو علی سینا روایت است که سوای مغروری بدخلاق هم بوده. کی؟ آقای ابو علی سینا. روزی در درس ابو علی سینا، ابو علی مسکین تاریخ نویس و دانشور گردوی به اون نشان داد و گفت مساحت آن را تعیین کن. مسکویه یا مسکویه کتاب اخلاق را نزد وی نهاد و گفت تو ابتدا کمی در اصلاح اخلاقت بکوش تا من مساحت گردو را محاسبه کنم. تاریخ طب ایران، دکتر محمود نجم‌آبادی، صفحه 657. اگر از اون صفحه عکس بگیری بفرستی همراه این نوشته، اون وقت خیلی بهتر ما میتونیم بخونیم و ببینیم چی به چی. من الان نمیدونم ابو علی سینا بد اخلاق بوده یا دانشجویش بد اخلاق بوده، و اون کتاب رو به ما هم بدن چون ما هم بد اخلاق هستیم، بخونیم یک کمی خوش اخلاق بشه. و اما چون امروز هم اینجا برف هست و هنوز هم داره میاد و گفتم بهتون، گفتن ممکنه یه جایی تا 36 اینچ برف داشته باشیم، این عکسایی رو که دوست خوب کوروش از فلوریدا فرستاده ضمن تشکر به شما هم نشون بدیم، عکسای زیبایی از ایران، از تهران، که این به اصطلاح نمیدونم آبلیه یا بله، نوشته We have great snow in Iran. This resort is less than an hour drive from Tehran, which is itself almost 1000 meter in altitude. بله، میگه که این یه جاییه که یک ساعت از تهران میرن و 1000 متر هم ارتفاع داره. With four complete season، 4 فصل رو داره. و ببینید که این خانم با این کلاه زیبا که حالا اونجا از حجاب به عنوان حجابم ازش استفاده میکنن، ولی اینجا وقتی سرده دیگه همه با حجاب میشن، و چه عکس قشنگی ازش گرفتن که هم عکس ایشون رو نشون میده و هم عکس روبروی ایشون، چون این عینک ها به اصطلاح منعکس جیوه است و اینجوری منعکس میکنه. خب این هم عکسای دیگه بذارم براتون، این رو بذارم به این صورت نشون بدم شما هم لذت ببرید. حالا که اگر از سرمای برف ممکنه ناراحت بشیم، اقلا از دیدن این زیبایی ها و اینکه این افراد خوشحال هستن مخصوصا در کشورمون ایران، ما هم خوشحال باشیم. امروز جمعه هست، آخرین روز کار، و فردا شنبه و شنبه تعطیلات آخر هفته است، و اینها گفتن همه تعطیلات آخر هفته بشینید تو خونه با فامیلتون، فیلم نگاه کنید، خوراک بخورید مثل این دوستان، و یه مقداری ریلکس یعنی آسوده و آرامش داشتن، چون اینجا همه دارن میدوند. خب این هم عکس ها که تعدادشون هم کم نیست، یه مقداری سریعتر براتون نشون بدم. اینا رو موقعی که توی بایگانی میرید نگاه میکنید، اونجا اگر یه وقت تون میره و اینها، شما میتونید اونجا پاز یا استاپ یعنی نگهش دارید و ببینید. اینم یکی دیگه از محاسنی که تلویزیون مردم سالهای سال برنامه‌هاش بایگانی میشه، و من فکر نمی‌کنم
هیچ تلویزیونی بایگانی به این مرتبی و مال به این سالهای طولانی رو داشته باشه. همینجا از شما هم دعوت میکنم که اگر مایل باشید در تلویزیون مردم برنامه بذارید و الی آخر. این هم عضویت در کانال تلگرام. ما تلگرام و اینستاگرام و اینها هم داریم. حقیقتش من فکر میکنم که فایده ای نداره، چون دیگه انقدر رشته 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 میشیم اینجا اونجا 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 که به اصطلاح مثل یک دستی مونه که انگشتامونو اینجوری کرده باشیم، این انگشتا رو همه میتونن بشکنن. ولی اگه یه جا باشیم و مخصوصا اون یه جا هم مشت باشیم، کسی نمیتونه بهمون ضربه بزنه. این آقای فولادوند همیشه میگفت که اگه با هم دیگه مشت کنید و اینها، ولی دیدیم که چجوری زدن ریشش رو و از بین بردن. کسی خبر داره که ایشون مرده است یا زنده است؟ و این آگهی این مسجد ابراهیم رو من براتون اینجا نشون میدم، اگه یه وقت خواستید تماس بگیرید، زیر سوال ببرید، ریپورتشون کنید هر جوری که دوست داشتید. این کامرای دو، بله میبینید نوشته مسجد، همون جوری هم که ما میگیم نوشتن، مثل اینها ماسک و اینها نمیده. مسجد ابراهیم اسلامیک سنتر، دیر اد السلام علیکم. I found out a couple days ago at fair prayer that there were two homeless Muslim women, mother and daughter in hijab, sleeping in their car on the side of the street. بله، یه نفر برای مسجد نوشته که دیده که خارج از مسجد دو تا بانو در ماشین به اصطلاح زندگی میکنن و نمیدونم در صورت. خب اینم از این. شما میدونید که توی ایران رسمه که زندانیا میرن زندان، میرن مرخصی. من خودم مثلا سال 2003 با این آقای باطبی مصاحبه کردم، ایشون اون موقع آمده بود به اصطلاح مرخصی پزشکی و مرخصی تحصیلی که بیاد بره امتحان بده برای دانشگاه و اینها. مهدی هاشمی با وثیقه 10 میلیاردی به مرخصی رفت. مرخصی آقا مهدی رفسنجانی چقدر گرونه؟ این رو آقای میرزا مسعود برای ما نوشته، آقای مسعود سوهیلی نازنی. شب گذشته با دستور دادستان تهران، مهدی هاشمی جهت گذراندن دوران نقاهت خود از بیمارستان به منزل رفت تا مرخصی دو هفتهی خود را طی کند. سید وحید ابوالمعالی وکیل دیگر خانواده هاشمی با اشاره به بستری شدن مهدی هاشمی در بیمارستان گفت وثیقه‌ای که برای مرخصی مهدی از آن استفاده شده همان وثیقه سابق است، چرا که ما آن وثیقه را آزاد نکرده ایم. این در حالی است که یک منبع آگاه میزان وثیقه برای مرخصی مهدی هاشمی را 10 میلیارد تومنه، نمیدونم 10 میلیارد تومنه، این ننوشته اصلا. اینم خبرهای دوستان هم چون خودشون نمیخونن و فوری برای اون اون میزن، حتی معلوم نیست وثیقه 10 میلیارد تومانیه، ریالیه، چیه. چون خیلی چیزا هم تو ایران مثل اینکه به دلار هست. روز جمعه هست و اگر شما هم خودتون یا توی خانوادتون افرادی رو دارین که وقتی عطسه میکنن واقعا زمین و زمان به لرزه در میاد، شاید با دیدن این ویدیو بگید که ای بابا، باز اون دوست شما یا فامیل شما خیلی بهتر از این آقا عطسه میکنه. این رو من بهتون نشون بدم. البته خب ما میدونیم، شما هم میدونید که اینها به اصطلاح برای ویدیو ضبط کردن اینها هست و میبینید این آقا عطسه که میکنه لباسهای این خانم رو باد میبره، ولی در حقیقت لباسهای اینها رو با این بندهایی که مثل بند قلابهای ماهیگیری هست، اون وقتا تو ایران میگفتن بند تسبیح، یه پلاستیکای خیلی قوی بود که استفاده میکردن برای تسبیح و اینها. و اما تبلیغات آمریکا با وجودی که هنوز تا ماه نوامبر وقت داریم، ولی اینها یک لحظه از پا نمی نشینن یا استراحت نمی گیرن و دائم، مخصوصا که حالا
این اینترنت هم به کمکشون آمده. دیگه از سالهای پیش من و شما رو بیشتر اذیت میکنن و مزاحم میشن. و اما نیاک هم راه به اصطلاح این که صداش رو به مجلس و رئیس جمهور اینها برسونه وارده. گفتم بهتون این یکی از سازمانهایی هست که رفته خونده و کارا رو قشنگ انجام میده و میبینید که اینجا قشنگ توی جدولی نوشته که شما میتونید چگونه این تبعیض رو برعکس کنید و این ماجرای ویزا و اینها رو از بین ببرید. نوشته یک قانون جدید رو به مجلس بدیم، دو من و شماها هی صحبت کنیم و اون قانون رو به اصطلاح تصویب کنن و به اجرا بذارن. حالا اگر فرصتی بشه، چون یه بار قرار گذاشته بودم با آقای تریتا پارسی، متاسفانه من کلن فراموش کردم و امیدوارم امسال بتونیم با ایشون مصاحبه‌ای داشته باشیم. و اما باز همین آقای مسعود میرزا برای من فرستاده بود که اکبر گنجی گفته قرآن کلام خدا نیست. گفتم آقا اینو که همه میگن، میگن این رو آقای سلمان فارسی از بایبل، از انجیل و از تورات و از کتاب زرتشتیان و اینها برداشته، این ستا رو قاطی کرده و کتابای دیگه، چون خیلی آدم با سوادی بوده و یه قرآنی نوشته داده دست حضرت محمد. حالا تازه گیرم که شما تا امروز فکر میکردی این قرآن کتاب آسمانیش از طرف خدا آمده، حالا امروز آقای اکبر گنجی رو قبول داری که این کتاب قرآن نیست. حالا میخوای چیکار کن؟ بعد برش گفتم قربان این آقای اکبر گنجی هم تا موقعی که با اون خونا بوده و میخورده و میخوابیده و قدرتی داشته خوب بوده، حالا که اومده اینجا 500 هزار دلار جایزه گرفته، حالا میاد میگه قرآن کتاب چیز نیست. اون عکسی رو که بهتون گفتم در رابطه با انتخابات، عکس قشنگیه، نمیدونم آقای مسعود میرزا فرستاده یا علی شیرازی، اون رو آقای ذوالفقاری، مهدی ذوالفقاری فرستاده، دوست عزیزمون، که امیدوارم امسال هم بتونیم ایشون رو داشته باشیم. میگه که فرزند امام خمینی، فرزند مطهری، فرزند بهشتی، فرزند خزعلی، فرزند منتظری، فرزند طالقانی، فرزند رفسنجانی حتی صلاحیت ندارن وارد مجلس شوند. عجیبه، بزرگان نظام نتونستند فرزندان خود را صالح تربیت کنند. اون وقت میخواستند یا میخواهند یک ملت رو تربیت کنند و به بهش ببرند. من برای ایشون نوشتم شاید ملت ما خیلی خوب تونسته این فرزندان اینها رو خراب کنه، چون یه ضرب المثلی هم داشتیم، میگفت پسر نوح با بدان بنشست، خاندان نبوتش گم شد. و اما یه دوستی به نام پدرام برای آقای آریانپور نوشتن که آقای تیمسار امیر هوشنگ آریانپور سلام، خجالت زدم و نمیدانم با چه زبان، با چه بیانی میتوانم از شما عذرخواهی کنم. در مصاحبه تلویزیونی روز چهارشنبه 30 دی ماه مطلبی را فرمودید که نیز شامل بی‌توجهی من هم میشود. من چه در گفتار و چه در نوشتار خود را ناچیز میپندارم و شهامت آن را ندارم که درباره نوشته های شما و یا اصلاح آنها مطلبی را بنویسم، اما عذرخواهی و پوزش من از آن جهت است که رسیدن مطالب ارسالی از جانب شما را بی جواب گذاشتم و رسیدن ایمیل را به شما اطلاع ندادم. امید است این خطای انجام شده را بر من ببخشید. با تشکر از محبت‌های شما، دوستمون پدرام. ممنونم آقای پدرام عزیز. فقط آدمای بزرگ هستند که میتونن عذرخواهی کنن. آدمای بزرگ هستن که وقتی یه نفر میاد میگه آقا به غیر از اینکه اینا اینی که میگیرن اصلاح نمیکنن، به من برگردونن، حتی از رسیدش من رو مطلع نمیکنن، شما اون موقع میفهمی، میگی نگاه کن ایداد بیداد، منم همین اشتباه رو کردم، ولی انقدر به اصطلاح علو طبع داری که عذرخواهی میکنین. من باید اینجا عذرخواهی کنم از آقای افشارها. بذارید ببینم که ایشون رو، یه دقیقه گذشت از ساعت 3، من به ایشون گفته بودم ساعت 3 باشون تماس میگیرم. بذارید این ارتباط رو برقرار کنیم و امیدوار باشیم که همه چیز به خوبی پیش بره.
آقای دکتر کاظم افشارها در برنامه‌ای با نام پرسش و پاسخ که به صورت مختصر میشه پرپا و ایشون در هر موردی که دوست داشته باشن میتونن صحبت کنن. شما هم میتونید با ایشون تماس بگیرید، سوالاتتون رو مطرح کنید، نظراتتون رو بگید. حتی فکر کنم اگه بخواین مهمان برنامه ایشون هم باشید ایشون مسئله‌ای نداشته باشه. ضمناً آقای آریان پور هم از دوستی دعوت کرده که اگر مایل هستن چهارشنبه هفته دیگه مهمان ما باشن. خب بسیار خوشحالم که آقای افشارها رو داریم. و آقای افشارها اگه میشه یکم دوربین رو ببرید پایین تر که ما شما رو بالاتر داشته باشیم، یا خودتون بالاتر بشینید با صندلی اگه میشه. بله بله الان روی ایر هستیم ولی تصویرتون هنوز نیست. بله خب الان خیلی عالی شد، شما همینجا بشینید تا من تصویر شما رو بفرستم روی کامپیوتر و سیستممون. دوستان عزیز با آقای دکتر افشارها هستیم، ضمن اینکه از ایشون عذر میخوام یک دقیقه ما دیر، دو دقیقه حالا شد دیر رفتیم سراغ ایشون. خب آقای افشارها چه حال چه خبر بفرمایید ببینیم که اوضاع و احوال چگونه است و امروز در چه موردی میخواین ما رو دانا کنید. چون من اون روز گفتم وقتی شما صحبت کردید بعدی که رفتید من حرف که میخواستم بزنم یک کمی خودم رو نگه میداشتم، بگفتم حالا نکنه من غلط بگم. بفرمایید من سراپا گوشم. ازم جناب آقای سربی عزیز الان صدا دارم؟ بله بله. الو؟ بله بله بفرمایید. ابتداعا با عرض سلام و درود بی پایان بر بینندگان عزیز و همزبانان گرامی و با تشکر و امتنان از شما جناب سربی به خاطر ایجاد تسهیلاتی که فراهم کردید. اگر یک وقتی قطع شد، چون من گفتم بعد بیان اینا رو بازدید کنم و باید سیستم رو آپدیتش کنم، اگر قطع شد شما دوباره باید من رو بگیرید. الان صدا هستش؟ بله صدا هست و چشم این کار میکنم اگر قطع شد دوباره. خوب هستم، خیلی متشکر. اولین برنامه هستش که تحت عنوان پرسش و پاسخ یا به طور خلاصه در سرزمین ابرویشن ها و خلاصه کردن ها پرپا. امیدوار هستم که بتوانیم به اندازه ذره‌ای که در وجود داریم در خدمت دوستان باشیم، هم استفاده بکنیم و هم بیشتر یاد بگیریم. جناب سربی، لازم میدونم ابتداعا مسئله رو با دوستان مطرح کنم درباره خود این برنامه که به اصطلاح تنظیمش کردیم و جناب عالی موافقت فرمودیم. گفت دوستان شرح پریشانی من گوش کنید، قصه بی سر و سامانی من گوش کنید، داستان غم پنهانی من گوش کنید، گفتگوی من و حیرانی من گوش کنید، شرح این آتش جانسوز نگفتن تا که سوختم سوختم این راز نگفتن تا که چه رازی؟ راز نامهربانی ها، راز بی انصافی ها و راز دور بودن ها نسبت به وطن و هموطنان. از جان پرسار سوال کردم قربان که شما اهل کجا هستی؟ پاسخ گفت اهل جایی که مردگانم دفنند. به هر درجه، به هر مرتبتی، به هر حالتی که انسان برسه، چون تمام سلول‌های بدنمون از آن آب و خاک سرشته شده، همه افراد 6 میلیون 4 میلیون که سهل است اگر کل جمعیت هم در خارج باشد، دل در گروه اونجا دارد. خوشبختانه فرصتی شده است که به هر حال ما در خدمت دوستان بتوانیم باشیم، هم استفاده بکنیم، هم چون خیلی وقتا بود که دوستان می اومدن برای کارهای فرهنگیشون مشاوره و الان هم میان دو اینها. خب گاهی که صحبت میکردیم، ایرانی ها زود هم با هم خودی میشن که صحبت میکردیم، اینها میگفتن که فلانی چرا شما یک کمی به هر حال عمومی تر صحبت نمی کنید،
گرفتاری ها زیاد بود، تا حدودی اینها رو ما عرض کنم که منیج کردیم و تونستیم به هر حال فرصتی رو هم در خدمت عمومی جامعه باشیم و اگر خدا انشاءالله تفضلی بکند و سلامتی باشه بتونیم در خدمتشون باشیم. همونطور که اشاره فرمودید حضرت عالی، برنامه پرسش و پاسخه. اگر هر کسی هر طوری حتی خود ما دیگه پرسشی داشته باشیم میتونیم مطرح بکنیم و به هر حال پاسخ هم بگیم. اگر حضرت عالی سوالی دارین ابتداءن بفرمایید که من در اون مقوله بخوام بعد صحبت بکنم، اضافه بر این که خود من هم مطالبی دارم که میخوام به عرض برسونم. من الان سوالی ندارم و بیشتر مایل هستم که به صحبت‌های شما گوش بدم. بسیار خوب، خواهش میکنم. عرضم به حضورتون که چند نفری از دوستان همیشه یعنی به من میگفتن که شما، ما میدونیم که برای رشته‌های تخصصی شما چی هستش، اما در ادبیات و در گفتار و در صحبت ها شما البته نقل قول اونها رو میکنید. خب لازمه که بیشتر صحبت کنید و ما دوست داریم. انگیزش چی هست که در ادبیات هم یعنی در گفتار هم شما به هر حال برزیدگی از قول اونها حمله بر خصوصیتی نباشه؟ هستید؟ گفتم آقا اگر یادتون باشه، نمیدونم حضرت عالی آقای سربی دوستان باید مرحوم پروفسور حشرودی رو بشناسن. بله بله، حشرودی و پروفسور حسابی اینها دو شخصیتی بودن که از بزرگترین ریاضیدانان ایران بودن، به نحوی که انشن در دوره های فوق عالی ریاضیات دانشجوهاش خودش انتخاب میکرد. این آقایون کسانی بودن که مرحوم انشتین اینها رو به اصطلاح گرفته بود و افتخار شاگردی درس دورهای فوق عالی ریاضی پیششون داشتن. پروفسور حشرودی نمیدونم تا چه اندازه آشنایی داره، ایشون شاید دبل اون ریاضیاتی که میدونه در ادبیات مهارت داشت. به دوستان این پاسخ رو گفتم در ادبیات و تاریخ به نظر بنده که خیلی از اساتید هم تایید میکنن اصلا دانشکده لازم نداره. وقتی من سوال کردم آقا چرا دانشکده و دانشگاه گذاشتن، گفتم خب به هر حال برای که باید یک به اصطلاح دانشگاه همه مواد رو داشته باشه، اگر نه بله اگر فقط کتابخانه وجود داشته باشه و افراد محققی باشن برای تقویت ادبیات و برای تقویت تاریخ و تاریخدانی، خب یک جای خاصی به نام دانشکده و به اصطلاح استاد اینا لازم نیست، چون انسان میتونه با سلف استادی به اون مرحله برسه. در حالی که برای شیمی نمیشه، اون لابراتوار نیاز داره، مسائلی میخواد، برای پزشکی نمیشه، تشریح میخواد، تشکیلات میخواد، برای فیزیک قص الهازا. بنابراین در این که پاسخی پرسش اولیه دوستان که بعدا درباره مسائل ادبیاتی که ما چون به هر حال گاهی در حاشیه میرویم در ادبیات، این پاسخ اون دوستان، به اضافه این که شاید حضرت عالی آقای دکتر محمود رضاییان رو بشناسی. الو؟ الان خاطرم نیست. دکتر رضاییان ایشون حکیم استخوان است، متخصص استخوان و این صحبت هاست. الان در لس آنجلس هستش، خیلی هم توی این تلویزیون ها صحبت میکرد، گاهی شعر میگفت. ایشون در کلاس پنجم و ششم ابتدایی در مشهد معلم مدرسه ما، مدیرشون و مدیرمون آقای صدقی بود. ایشون هم اون موقع دانشجوی پزشکی مشهد بود. عرضم به حضورتون همون موقع هم در ادبیات اوکی بود، ولی کن خب در این تلویزیون های لس آنجلس و اینها آقای دکتر محمود رضاییان زمنی که از اون شاه اللهی های آنچنانی است، زمنن عرضم به حضورتون که خیلی هم با تلویزیون ها بود و صحبت میکرد و گاهی شعر میخوند از این صحبت. به هر حال این در پاسخ اون دوستان که ما تنها نبودیم که قدری هم مطالعات ادبی داشتیم، با اینی که رشته تحصیل اون ریاضیات هست، اما در هر حال ریاضی را نمیشود جز در کلاس جای دیگری مطرح کرد، ولی گفتار و صحبت رو میشه انجام داد. این اولین پاسخ به اون پرسشی که دوستان در حال اشاره فرمودند و من گفته بودن و داده بودن. مسئله دومی که جناب آقای سربی الان به نظرم میرسه گفتاری هست و تکمله بر گفته الانتون که از موضوع آقای گنجی شما فرمودی. بله. که ایشون گفته است، عرض کنم که قرآن گفتاره،
الله نیست. و این هم بعد حضرت عالی هم یک حاشیه‌ای دادی که سلمان فارسی گفته است و این یک چیز منشوری است، این رو از قدیم ها گفته است، مسئله هم نیستش. و ولی من تصور نمی کنم اکبر گنجی چون این حرف بیمایه ای را زده باشه، حتما یک پیشوندی داشته و یک پسوندی داشته و متاسفانه حذف پیشوندها و پسوندها بسیار مرسومه. مثالی داریم که میگه لا تقرب الصلاة رو میگن، به نزدیک نماز نری، اینو میگیرن و انتم سکاراشو نمیگن دیگه. ما در قرآن داریم ولا تقرب الصلاة و انتم سکارا، وقتی که شما سکر دارید مست هستید نزدیک نماز. این خیلی مرسوم. من فکر میکنم اکبر گنجی معمولا باید یک چیزهای جلوتر عقبترش گفته باشه، اما اگر اینو گفته باشه از کوزه همان برون تراود که از اون کله و جمجمه بیش از این انتظاری نیست. خب بگه ضمناً پاسخ به اون دوستانی که بسیار اصرار دارن که من نمیفهمم با اسلام ستیز داشته باشن، در از اوکی هر چه دلشون میخواهد بگوید. خب گر جمله کائنات کافر گردن بر دامن کبریاییش ننشیند گرد. این از فقد علمی اونهاست که نمیدانند در سیر تاریخ 1400 ساله چه گذشته است بر تاریخ اسلام. اینها فرقه ملاحده، فرقه حلولیان رو بخوانند، حمله مغول رو بخونند، تاریخ‌های قدیم رو بخونند که اصلا قرآن رو میگذاشتن در زیر سم اسبانشون که اسبها روی آن به اصطلاح پیشاب بکنند. آقا خیلی چیزها دیده است این اسلام در تاریخ 1400 سالش، اما گفت آفتاب آمد دلیل آفتاب. من فقط این سال رو از آقایونی که یک ریز در مقابل مسئله اسلام و مسائل خدا و خداجویی و خداگویی دارن بحث و صحبت میکنن، این سال رو فقط میخوام بگم و نیاز دارم پاسخ بگیرم. دنیا این آقایون دارن تلاش میکنن که یه اتحادی بشه شاه مرحوم با اون همه ید و بیزاش، این حضرات آنچنانی اپوزیسیون ها در خارج هم با چنان تشکیلاتشون 500 نفر نمیتونن آقا اینا فالوور و همراه ادهیرن پیدا بکنن، 1000 نفر نمیتونن آقا، هزاران هزار افراد ضد دین آمدن تلاش کردن جمعیت درست کردن خرج کردن، حتی بعضی وقتها قدرت و سلطنت را گرفتن. 5000 نفر، حالا از فقط اسلام نگیم، شوروی رو بگیریم، چنان تلاشی کرد برای انعدام و از بین بردن اعتقادات دینی که اون سرش نپیدا که همه شنوندگان و بینندگان از این بهتر از بنده مسبوقن به این مسئله. چه شد؟ فاشیده شد. خود دلیل استمرار دین مسیح یا دین یهود یا دین اسلام خودش آفتابیست که دلیل آفتابه. و من اگر واقعا با افرادی که با مسائل دین و خدا پرستی همیشه یک نوع تنفر ذهنی دارن ولی احترام دارن، به این دلیلی که اونها رو تا اون حد از نظر شعور منطقی پایین میرن که آقا گفت به ای آلا رب کما تکذبان میبینید انکار میکنید، 1,800,000,000 یا مسیحیان که 2,500,000 هستن، آخر این فالوورها به نظر شما حضرات آنچنانی همه جاهلن، همه نادانن، همه بی اطلاع؟ آقا قدری هست. حیا خودش یک مسئله زیبا کننده است، یک مسئله که تراوت میبخشه به انسان. من چند دفعه به یک تلویزیونی هستش رو آقا محمود و نمیدونم آقا سید شمرونی و این صحبت ها میچرکوننش اسمش ایران آریایی بس. چند این دفعه جناب سروی من زنگ زدم که با اینها تماس بگیرم. اول صدای خود آمیتی میاد که آقا دوست محترم بگذاریم، بعد میگه بگذاری یه خانم میگه پیام تونه بگذاریم، بعد میگن آقا پیامگیر پره.
حالا این حضرات چطور وقتی تلفناش رو باز میگذارن تمام رفقاش رو تون تون زنگ میزنن و از آقایون تمجید میکنن، اینو نمیدونم. خواستم به این آقای آریان چی اسمش؟ وطنخواه بگم این مسئله رو. حتی من با آقای نصر احمدی عرض کردم که آقا اینجوریه، چون میخوام به این مرد، البته با کاف تسکیل، به این مردک بگم آقا جون شما گویا نظامی هستید، من که نمیدونم، بعضی از دوستا گفتن اینا ارتشی بودن، در خود ارتشی ها یعنی در سطح سپه بوداشون که ما ارتباط داشتیم چه در اینجا و چه در اونجا، میگفتن ما اقرار داشتیم که نظامی ها بی سواد ترین دانشگاهی ها بودن، چون اصلا مسئله علمی اینا نداشتن. حالا چطور شده این آقاوین ماشاءالله سخنور نجات بخش روشنگر همشون هم اتفاقا از این نظامیان استوار یا رو اون باقری میگه من سرهنگم و یکی سرهنگم میگم سپه بودم، اینا شدن سیاسی، ادبیدان، دیندان و روشنگر. سبحان الله، سید شمرونی میشینه اونجا نیمبر میگه ما فقط میخواییم روشن کنیم. با چه ولتاژ آقا؟ با چه واتی؟ با چه همتی شما میخواید بید مردم روشن کنید؟ دقیقا حکایت همان زاغیست که کلاغی را دید از تحتش خون میبارید و میگفت جراح جراح، تو آقا جان برو پدر جان خود تو حواتو داشته باش، لازم نیست جراحی کنی. یکی میگه من شلیک میکنم آقای آریایی، اون یکی دیگه توهین میکنه به مجریان ادیان، معتقدین ادیان. آقا سیشونه کم همش میگه کار ما روشنگر، میخوایم روشن کنیم. ترسم که به جای پا نهی سر در خانقه خدا پرستان. برید آقا، برید، شما لازم نیست کسی روشن کنید، بچرید، کیف کنید، لذت ببرید، لازم نیست روشن کنید. این هم یک ارتضاء و یک محل تفریح است برای شما. و اما به این آقای آریان وطنخواه میخواستم میگم آقای سربی عزیز، تا افراد هستن و میشینن در پای این میکروفون ها و این تلویزیون ها به ادیان بد بگوین، خودشون میکنن. به خدا و رسولان خدا، به هر دینی بد بگوین، خودشون میدونن. اما یک مسئله رو من به این آقایون گوش زد بکنم که توهین به افراد فالوور اونها، این یک دعوای شخصی میشه. یعنی وقتی که من دارم مثال میذارم ها، نماز میخونم میبینم یک ابلهی مثل اون باقری که اصلا معلوم نیست واقعا، مثل کلیسا بلاس بهش میگن، اصلا نمیدونم این چه شخصی هستش اصلا، اینها برمیدارن میگن روزی 17 بار آقا اینجوری میکنی، معذرت میخوام از حضورتون، این لفظ مستحجن رو من تکرار میکنم، ای خر ای نفر 17 بار بالا میری پای میری. این آقا توهین شخصی است، این در نورث آمریکا جرم به حساب میاد. اگر ما با لویرهای قوی که داریم که صحبت کردیم که اینها اصولا دفیمیشن هستش و توهین تهدید نمی کنیم، چون می دانیم آه در بساط نداریم، اگر امکانات مالی داشتید لویر رو می گذاشتیم براتون تا بفهمید. به قول قدیمی ها یک منار چند تا فدیر می ده، شما به خدا رسول پیغمبر هر چی می خواهید عرض کنم صحبت بکنید، وقت شاند نور رو سک اوه کنند، برید اون سوال. ولی حق نداریم جناب سربی به افرادی که جلوی دیوار ندبه وایستاده، اون برادر یهودی با آن مسیحی عزیزی که رفته از سوردم به حضورتون داره در کلیسا و در چرچشون عبادت میکنن یا عبادتهای دیگرشون که من، یا آن مسلمانی که داره نماز میخونه، ما به اینها توهین کنیم؟ اینها دهندریدگی است، اینها ناشی از مغز منجمد و بیچاره اینهاست. من خواهش میکنم دوستانی که با ادیان سر جنگ دارن، با خدا و رسول و پیغمبران سر جنگ دارن، اهلا و سهلا، هر چی میخوان بگن، این بیچاره اگر برن مطالعه بکنن بعد میبینن چقدر کم میارن. او آقا میاد چهار تا برگ قرآن رو میسوزونه، خیالش میرسه که مثلا شق و القمر کرده. آقا جون برید بخوانید ببینید در تاریخ 1400 ساله یا 2000 چند ساله عرض کنم که ادیان چه بر سرشان آمده و حالا فراگیر دنیاست. خجالتن برای انسان چیز مطبوعی است. آقا اون آقا گفته قرآن مالون تو بگه من ببخشید.
ببخشید دوستان، چون آقای افشارها خودشون گفتن اگه صدا قطع شد، نمیدونم چرا سیستم ایشون اینجوریه، چند دقیقه که کار میکنه قطع میشه. اگر کسی یه تجربه ای داره الان درست شد؟ بله الان درست شد. خیلی طولانی قطع شد یا نه؟ نه همین تا قطع شد بهاتون زنگ زدم، یعنی دیگه این دفعه این کارو بکنیم. نه من اینو خواستم که بیان درست. بله حالا خدمتتون عرض کنم، ویدیوتون رو واسه کنید لطفاً. آقا چشم. بله در صورت اگر کسی یه همچین تجربه ای داره با اسکایپ که مثلا یه همچین اشکالی پیش می اومده، برای ایشون بگه به ما که ما بتونیم اینو رفع کنیم. حالا اگر آقای افشارها هم بتونن از دوستانشون خواهش کنن که اینو درست کنن. آقا هر وقت صحبتتون تموم شد من دو تا سوال برام درست شده، میخوام ازتون بپرسم. اجازه بفرمایید الان بفرمایید. بله چون من که ابتدا هم خبرت نه تو صحبتای شما سوال برام پیدا شده، گفتم که دوست دارم گوش بدم که یاد بگیرم و سوال کنم. بفرمایید. خواهش میکنم بنده همینجا به حرمت عرض کنم حضرت عالی به هر شنونده دیگری مکس میکنم شما سوالتونه بفرمین بنده بعد اقامه کلام میکنم. ممنونم از شما. یکی در رابطه با همون سورهی که گفتید، اتفاقا من همیشه اینو استفاده میکردم، میگفتم اینا رو ناقص گفتن به قول آمریکای out of context، یعنی مثلا میگیم لا اله الا الله نمیگیم، ولی شما بله شما به یه سورهی به یه چیز آیه دیگهی اشاره کردید. اگر اون باشه یعنی توی قرآن حتی از مستی صحبت کرده، یعنی خوردن مشروب و اینها، پس یه چیزی نبوده که اصلا نباد باشه. چون من اتفاقا به بعضی از دوستان میگم والا فکر کنم بوده، بعضی ها بد میخوردن، اینها گفتن دوری کنید، اجتناب کنید. هیچ وقت من جناب آقای سوربی ما در قرآن داریم وشتنبوهو. بله ما برایش مشروعی اتفاق گفت با قول قدیمی ها سکینه گفتی کدی دلم کباب زدیم توی اون مسئله اصلی که یک وقتی باید کلن روش صحبت کنیم. مسئله شراب آقا مسئله بسیار پر پیچ و خمی است. شما نگاه کنین حافظ می فرماد که سری که عرضم به حضورتون که سری که با خلق نگفت من در عجبم که الان براتون میگم چون هجوم آورد به ذهنم. رازی که دوستان رازی که بله نگفت معنیشه برامون بگی. من در عجبم که پیر باده فروش از کجا شنید. حالا منظور در مورد باده آقا ما روایت ها اما احادیث و مسائل زیاد داریم. حتی میگن عمر رضی الله عنه ایشون شراب میخوردی، تا میگن اون سعد وقاص بود که بود از فرماندهان بزرگش آمد و از همون کوزهی که ایشان شراب میخورد از شراب خود عمر ایشون تناول کرد خورد. بعد از یک ربعی حضرت عمر حکم کرد که آقا ایشون رو حد بزنید. مسئله عربیش نمیگم براتون. گفت یا امیرالمومنین این چطوریه من از شراب کوزه خودتون خوردم؟ گفت درسته که تو خوردی اما به سکر افتادی، تو مست کردی، حالا که مست شدی باید حد بهت وارد بشه و خواباندن به حد شریر زدن. در خوردن شراب مسئله بسیار بسیار دلیکیت ظریفه که اجازه بفرمایید یک وقت خاصی صحبت کنیم، ولی میخوام تأیید کنم فرمایش شما رو. ما در تحریم و حرمت شراب خیلی آیات متعدده نداریم، وجتنبوهو میاد بیشتر، اجتناب کنیم. این پس پاسخ این مسئله که چون منبسط هستش عرضم به حضورتون که و نیاز داره به صحبت بیشتر، در وقت دیگری میتوان کلن در این مورد صحبت کرد، ولی با شما هم عقیده هستم به اندازه مسائل دیگر. البته داریم که مثلا خمر و میسر هست، ولی در نفس شراب یک نکاتی خوابیده که به هر حال این هم یکی از همون مشکلاتی هست یا گاهی مباحثی هستش که در بین
دو شعبه عظیم به اصطلاح اسلام که همون سنی و شیعه باشه قدری ما به اون نزاع هست. فعلا اجازه بفرمین همینقدر کفایت باشه. مسئله بعدیتون چی بود فرمین؟ در رابطه با اینکه توهین به افراد و سوء کردن اینهایی که آهی در بساط ندارن، خیلی ممنونم، چون من هفته پیش یه موضوعی پیش آمده بود، یه تلویزیونی تو انگلستان آمده بود اسم تلویزیون مردم رو گذاشته بود توی لیستی و من براش گفتم، گفتم شانس شماها اینه که شماها یه مش آدم بله یه مش آدم معتاد و بی پول و اینا هستید، کسی نمیره پول خرج کنه. اگرم ببینید اگه اینا پول داشتن من حاضر نبود، لازم نبود پول داشته باشم برم خرج کنم. وکیلا حاضر میشدن بیان برن اینا رو سو کنن و اموالشون رو بگیرن، یه سومش خودشون بردارن فلان. و دوستان اینو توجه کنید، مخصوصا چون آقای افشارها گفتن اینایی که میان اینجوری توهین میکنن، این دلیل بر شجاعت و شهامتشون نیست، این دلیل بر بیعقلیشونه. من به یکی از همین دوستانی که تلویزیون اینجا تو ویرجینیا داره گفتم آخه شمای احمقی که به مردم میگی برو کتاب قرآن رو بخر بسوزون، خودت داری به چاپ قرآن و فروش قرآن کمک میکنی، چیزی که هست نمیفهمی، چون نمیفهمی داری این کارو میکنی. این اگه صحبتی دارید در این مورد بفرمایید. بله قربان، من عرض کردم حضورتون، اولا این افرادی که تا این اندازه دارن صحبت میکنن که ناشی از تعصب احمقانه شون هستش، اینها قربان اذل من البهائم، بهائم که چهار پا باشه، خدا حفظ کنه بهائم رو، اینها رو میگن اذل من البهائم، اینها ذلیل ترن. اینها شما میفرمایید از کم عقلی، وقتی میفرمایید کم عقلی یعنی یک عقلی وجود دارد، اینها کمشو دارن. خواهش میکنم بهشون امتیاز ندید جناب سوربی، بگیم از بیعقلی. ازل من البهای اصلا اینا عقل نمیفهمن. اگر نه آقا جون من پدر من، اوکی شما هرچی میخواید با خدا و رسول و خدا و ادیان بگو، چه کار داری به فالوور اینها؟ تمامتون جمع بشوید ناخن کینده یک نفر شخصی که من به شما معرفی بکنم نمیشوید. به شما چه مربوطی کنی 17 دفعه بالا میره پایین میاد عزیز من. من یه دفعه آقای سربی عزیز به شما عرض کردم که در کنار خیابون دیر وقت بود، ما روزه میخواستیم، آقا مردم احترام میکنن، خارجی تو هواپیما میبینه یارو داره نمازش ایستاده انجام میده به حرمت، خجالت نمیکشیم. من اینجا عرض کردم شعر اولیه رو که خوندم، گفتم راز نامهربانی ها، راز بی انصافی ها. آخه چرا اینقدر بی انصافی ما؟ شما میخواید درباره دین، یه کسی بهتون پول داده که همه میدونن، یه مملکتی بهتون پول میده، یه جماعتی پول میده که بگیم خیلی خب بر علیه دین بگی بگی اوکی. حالا سواهی ارزم به حضورتون که روحانیت، اگرچه این هم الان خودش یک صحبتیست که لازم اینجا برسون برسونم، اونهایی که تصور میکنن روحانیت جدیدن آمده است، باز از فقد علمیشونه. از 1000 سال آقا، از بعد از مختار سقطی و قس الاهازا که میشه 900 خورده ایسا، 1200 خورده ایسا، روحانیت چه به غلط چه به درست، چه بالا برید چه پایین بیاید، شاه یعنی شاهتون نوکرشون بود. زمانی که میخواست کاری رو انجام بدم که مرحوم آیت الله بروجردی زنده بودن، خبر که بهشون رسیده بودش، فرموده بود آقای بروجردی که این غلط ها رو نکنید. پیغام آوری که این آورده بود میگفتن شاه دستشو گذاشته رو چشمش، گفته به رو چشمم. شاه ها نوکرشون بودن، آقا خجالت بکشه، ای استوار، ای نمیدونم سرهنگ، آمدی نشستی میکروفونی دادن، یک کسی هم یک نواله ای داره میده، شما این حرف ها رو میزنی و این کار ها رو میزنی، این درست نیست. آقا به افراد و فالوئرها و ادهیرنت‌ها صلاحشونه که توهین نکنن. به ادیان هم هر غلطی که میخواید بکنید برید بکنید. اکبر گنجی گفت، اکبر گنجی، افشارها، هزارها نفر معذرت میخوام از حضورتون این لفظ مستهجن رو بکنم، چه خری هستیم که ما بخوایم بگیم یا نگیم؟ ای آخر باید یکم ما شعورمون رو به کار بگیریم. آقا هر کی که اومد از دین صحبت کرد گفت این نمیفهمه،
آقا شریعتی نفهمید این آیت الله های بزرگ تاریخ از قدیم بود، علی سینا ها ندانستن، سعدی ها، این آقایون استوار و استوار زاده خیلی راحت میدونن. من مخلص نوکر استوارها و استوارزاده هم هستم. اگر این رو میگیم به این آقایونی میگیم که دارن این صحبت رو میکنن. بسیار جای تجربه اینه که من ازشون آیه سربی از همین الان تریبون خواهش میکنم از این حضرات که به فالوورها توهین نکنن، ولی هر توهین، هر عذر میخوام، هر روتیزی که دارن بر علیه ادیان، حالا این میخواد یهودی باشه، میخواد مسیحی باشه، میخواد ارزم به حضورتون که پیروان سید علی محمد شیرازی باشه، هر که هر جا میخوان بکنن بکنن، ولی به فالوور حق نداریم، چون این یک دفیمیشن، یک توهین شخصی است. و اگر اینا امکانات داشتن، این رو من از باب نصیحت به این بیچارگان میگم، نه از باب خواهش و تمنا. یک 40,000 تا، نمیدونم شما اطلاع دارید یا نه آقای سربی، درباره چی؟ از همین آقای آمیتی، این کی بود، وطنخواه، اون خانمی که باهاش کار میکرده رفته بود سو کرده بود، همین مونده که گریه میکرد اصلا، همین خانم عبدی، خانم عبدی، خانم عبدی، بله بله، خانم عبدی گریه میکرد به 40,000 دلار. بله بله، شما اگر امکانات داشتید بعد میدیدید چطور سو میشدید و بعد میباختید خیلی راحت در همین نظامی که شما قبولشون دارید، یعنی نظام های به اصطلاح شما دموکراتیک و همین کورت و کورت بازی، محکومتون میکردن و گفتن 2,000,000 دلار بده بینها. البته شنیدم وضع خود ایشون خوبه، میگن ماشین فروشی داره یا هر چیزی دیگه، دلال و... منم شنیدم، بله بله. شنیدم بله. ولی از طرفی خودش میگفت که این پولایی که خرج تلویزیون کرده، بله، گویا یه خواهر بیماری داشتن، ارث و میراث و اونو خرج کرده. خب بگذاریم، اون خواهرش فوت شد، اون میامد غیر اون تصویر، هر کس مرد خدا بیام، بله بله، هم. خب حالا من یک به قول معروف سوالی میکنم یا شما رو به چالش میکشم. شما استفاده کردید از تعداد نفرات مسلمین در جهان که 1,800,000,000 نفر هستن و این رو دلیل آوردید. خب ما دیدیم که در طی تاریخ مثلا هیتلر یه دفعه یک همون ادهرنت که شما استفاده کردید، جناب آقای سربی همینجا اجازه بفرمایید، شما میدونی کجا دارم میرم. نه نه، در منطقه یک چیزی داریم به نام اینی که میگن لا یغاس الخنافس بالهور. بله بله، خنافس قربان با هور مقایسه نمی کنن. من کلوفتر از هیتلر کمونیسم شوروی رو مثال دادم، در طول تاریخ هم بسیار بودن رفتن. اسلام را خواهش میکنم صحبت نکنیم، چون اصلا ما میگیم صد میدون اصلا کار نداریم، کریستیانیتی رو میگیم، ما مسیح رو میگیم، یهود. کسی که آقا با ادیان مخالفت داره، بعضی وقتا برای که نمک پاشی کنن میگن البته ما با همه ادیان ادعا داریم، ولی خب چون حالا اسلام مملکتمونه. سبحان الله، آقای دلشون برای مملکت چونه، فعلا اینها گرفتن میگیم. خب من حالا کلیت میبخشم به موضوع، ما درباره ادیان صحبت میکنیم. آفتاب آمد دلیل آفتاب، خود کریستیانیتی، مگر کم ما مثال برای مسیح، یکی میگه مسیح یک سرباز زیبایی بوده در سپاه روم، اینقدر داستان ها میگن که چی، اما آقایون این جواب رو بدن، همان انگیزه، همان جاذبه، همان قدرتی که تونسته بعد از 2,000 سال 2.5 میلیارد رو کاری بکنه که برند و اون مراسمی رو که اونها خواستن انجام دن، خود این از هر دلیلی بالاتره. حالا شما میخواین هیتلر رو مثال بدون، خب باشه، هیتلر رو من اگر واردش نمیشم، برای این بود که اگر آن پیروز شده بود، امروز همه قربان مطیع و خدمتگزار آن بودند. اما خب دیگه به هر حال به قول ناپلئون گفت، شکست یتیم است و پیروزی پدر، پیروزی هزاران پدر مادر داره. بله، اینو خواهش میکنم، چون یک چاه بلیست، انسان قدری هم باید ملاحظات بدنی خودشو بکنه در جامعه، اگر نه خیلی چیزها هست که در باره زمان هیتلر دروغ میگوین. چرا؟ برای که قلم دست دشمنی مدیاس قربان توضیح دادن،
به این دلیل من یک روز رو میگذارم برای این جریان جناب آقای صلبی که مطلقاً در خارج دموکراسی و آزادی نیست. مطلقاً در سال 63 نوامبر 1963 که مرحوم کندی رو کشتن تا 5 رئیس جمهور بعدی امریکا، مادر کندی هی تبریک میداد برای انتخاب اونا و میگفت آقا شما CIA دارین، شما FBI دارین، شما میگین ما الیم و چلیم، آخر کی کشیم به سر ما رو؟ یکی میگه جانسون کش، یکی میگه فیدل کاسترو رو کش، یکی میگه خروشچوف کش. کدام آزادی؟ در کتاب در مسئله که دارم به انگلیسی می نویسم نوشتم Western philosophy is trying to change humanity to animality. این ها آقا هیومانیتی و انسانیت رو میخوان تبدیل به حیوانیت بکنن، اگر نه آزادی ندارن. دروغه. ولی انسان همه چیز رو نمیتونه در همه جا بگه. میگن بله آزادی، میگیم راست میگیم، اما عاقلان دانند. دموکراسی راست میگیم ولی عاقلان دانند. اینه که هیتلر که اصلا مسئله شو اجازه بفرمید، هر کرا اسرار حق آموختن موه کردند و لبش را دوختند. فعلا همون هایی که در غرب در همون آلمان این طرف اون طرف ها هستن، پیروان هیتلر نمیدونم میگن سرسا یک چیزی میگن. بله دوستان عزیز عذر میخوام، این اشکال باز پیش اومد. باید ببینم چند وقت به چند وقت، 15 دقیقه چقدر این اشکال پیش میاد. یادمه چند مدت پیش آقای سرهنگ عقیلی پور تلفنشون هر 15 دقیقه قطع میشد، بعدشون زنگ زدن با اون شرکت تلفن و درستش کردن. حالا این فیلم رو بعد آقای افشارها میتونن به اون دوستانی که از لحاظ تکنیکی وارد هستن نشون بدن، یا من زمان میگیرم که ببینم چند دقیقه که صحبت میشه بعد این اتفاق پیش میاد که صدای ایشون قطع میشه. و این صدایی که اینجوری میاد احتمالاً یک سیستم اینترنتی دیگه‌ای، یک میکروفون دیگه‌ای میاد یک کاری انجام میده. این رو بتونیم برطرف کنیم تا ساعت‌ها بتونیم از حضور ایشون استفاده کنیم. صحبت‌های بله بله. حالا گفتم آقای افشارا، گفتم این خوب میشه از لحاظ زمانی، هم ما به اون دوستانیتون که میخوان کمک کنن از لحاظ تکنیکی میگیم که این هر چند دقیقه این کار میشه. و ضمناً آقای عقیلی پور یه تلفنی گرفته بودن گویا اینترنتی بود، اون هر 15 دقیقه درست سر 14 دقیقه و 58 دقیقه قطع میشد، 58 ثانیه قطع میشد، دوباره ما وصل میشدیم 15 دقیقه صحبت میکرد. والله آقای شید من الان صدا میاد؟ بله بله. و برسون برسونم که من بیل معروف ترین دیگه در کانادا. بله بله. حالا شد ایرادی از این تشکیلات ما باشه، چون 3-4 تا اینجا کامپیوتر و یک مشی ازم حضورتون که از این اصطلاح چیزهای چی میگن مدرن روی حرف هست. بله بله. خب انشاءالله تفتیانده درست میشه. حالا من نمیدونم. ممنونم. الان که صحبت میکنیم تصویرتونم به شفافی اول نیست، میخواین من دوباره زنگ بزنم دوربین رو انتخاب کنید؟ یه اشکال دوربین هست دیگه. این اتفاقا من okay. باید دوستان که صحبت میکردم این مورد میگفت پیش میاد برحال okay. هستین دلائل خاص دیگری نداشته باشه. بله نه، پس به همین کیفیت ادامه میدیم. من یه سوال دیگه دارم. شما درباره آقای رضاییان صحبت کردید و اینکه ایشون معلم شما بوده، ایشون هنوز در قید حیات هستن یا؟ به نظرم آره هنوز لس آنجلس هستن. من حدود یه سال قبل باهاش صحبت کردم، گفت من افتخاری دارم به کانادا از فلان اگر بیام از شاجون میام پیش درد صحبت ها دروغ دارم های معمولی، چون من سابقه ایشون خیلی خوب دارم، خیلی عالی. نه دیگه بل. نیمد نه خیلی بل. خب ممنونم، شما ادامه بدید به صحبتاتون و از اینکه پرسش های منو به اصطلاح جواب دادید ممنونم. بفرمایید. باش میکنم. در حال اینها هر کدومش قربون یک مسئله 70 من کاغذ هستش که به موقع خودش باید صحبت بشه. اینه که عرض کردم گفت چون که صدایت نمت هم پیش ماست، من وقتی صحبت از ادیان دیگر رو طول زمانشون کردم و تجمعه هایی که هزار برابر هیتلر بوده در طول تاریخ انجام شد دیگه هیتلر اینا بذاریم که در مجموع اگر یک کم اندیشه بکنیم و دور از اون به اصطلاح تعصبات خودمونه بگیریم، میبینیم نه بعضی از فلسفه ها یا ادیانی که بر
همه افراد به این تعداد زیاد و این مریدانش روی ارباب این صحبت ها خودش میتواند دلیلی باشه، مضاف بر این که آقای سوری احترام گذاری بر فالوورها به نظر من شرط عقل و ادبه. بنده به آقای سید علی محمد شیرازی، ایشون که مال 4000 سال پیش که نیست که 170-180 سال قبل بودن، اینا 200 سال قبل بودن. مرحوم پدر بزرگ خود بنده در سر نمازش لعن میکرد اون بشویه ها کسی بوده که با ایشون بوده و یعنی خیلی خیلی تازه این موضوع. وقتی اون پرسیدن چرا، برای که با اون همواجه بوده، به گفته برای که فرقه داره میسازه. با اینی که ما ریزکاری های این صدا باز قطع شد، علی محمد شیرازی رو میدونیم و بعد ایشون ازم به حضورتون که میرزا یحیی رو نایب خودش کرد و این میرزا یحیی برادر بزرگتر اندری داشت که دو سال از خودش به نام حسین علی، میرزا حسین علی نوری، میرزا آقا خان نوری داشتن. اینها آمدند و شکل و شمایل و کاری گرفتند و خب از دید بنده یک فرقه کاملا فرقه است. حالا 2,180,000,000 اصلا من کاری ندارم، صدایی کافیه که این طرف دارم نداشته باشه، اگه 10 نفر داشته باشم بنده به ایشون خیلی هم با احترام میگم آقای حسین علی محمد شیرازی، اگر میخواییم اون ارقام رو بگیم خودتون بگیم، ولی احترام میگذاریم. هیچ وقت بی ادبی و بی احترامی روا نیست بر طرفداران یک موضوعی. تایلند و کامبوج و ویتنام و همه رو من رفتم دیدم، آقا میبینید یک چیزایی رو گذاشتن پای اون داره اصلا گریه میکنه، یه مجسمه کوچولو اینقدر. خب شما باید به ادب اونجا باشید، خجالت نمیکشن اینا آقا به یک چیزی که جماعات نگاه میکنید شما صف میبندند و اینقدر طرفداری و اینقدر اصلا آقا حرف شما درست، نادان بی سواد ولی حرمت گذاری و افراد کجا رفته. این به هر حال در اشاره به اون فرمایشی بود که شما فرمودید. آقای سوربی بفرمایید، به عرضتون برسونم که مسئله ای بود لازم میدونم در همینجا عرض کنم. من مال آقای جناب سرحد تیمسار چی بودن با شما صحبت آریانپور، آقای آریانپور صحبتی فرمودن در باره اصلاح بین اسرائیل و فلسطین. بنده ضمن عرض سلام خدمت با سعادت ایشون این مسائل رو به عرض برسونم. آقای سوربی که جان ببر، فیلسوف آلمانی میگه لغات خلق نشدند که انسان بتواند خوب صحبت کند و عقیدهش رو تعادی کنه بده و بگیره. لغات خلق شدند که انسان بتواند به احسن وجه عقایدش رو پنهان کنه. بشر اولیه آقا هیچی نمیدونه، گرسنه بود، یک دست میزد به دهانش، کار دیگه میخواست با یک ادای دیگری میگفت، خوابم که میخواست این کار میکرد، کفایت بود. زبانی که خلق شد به قول حضرت سعدی صدای ظلم در جهان اندک، هر که آمد مزیدی کرد تا بدین خایت رسید. این زبان بازی، این چخان و پخان ها تحت عنوان اسمای آنچنان و این مقالات و این صحبت ها، اینها قربان برای لاپوشی مقصود هردم شیطانیشونه. مگر اینا نمیتونن مسئله فلسطین و اسرائیل درست کنن؟ اصلا درست کردن اونها پیشکش، چرا مسائل جدید خلق میکنن؟ جناب آقای تیمسار آریانپور عزیز خیلی متشکر که شما میخواهید بین اینها رو به اصطلاح ترهی بدید اصلاح کنم، ولی ای برادر عزیز اینها سود و منفعت و صرفه و سلا و انبساطشون رو در در آزردگی و به هم ریزی جماعات و جماعت ها میبینن. بعد شما
زحمت میکشین، طرح میدین، اینها آقای این کارا رو کردن این شیطان بزرگ جهان که حالا اینقدر ایرانی ها گفتن شیطان بزرگ میفرد که ما نخیر آقا فریاد میکنیم من از شراب میخورم، به بانگ کوس میخورم، پیاله های دهمنی علر رؤوس میخورم، حرف آقای از کنم پژشکزاد را هم یک بارم در باره ایشون صحبت میکنیم. انگلیسی ها مثال انگلیسیشو نمیگن، میگن بهترین راه برای پنهان نگاه داشتن یک مسئله این است که سیکرسی اون رو پنهان نگه داریم. آری همه چیز از شماره 10 دامینگ استریت آغاز میشه. عثمانی تکه تکه شد، این جریانات رو درست کردن برای اینکه امروز بهرهش رو ببرن. اونها نمیخوان صلح و صفا درست کنن، اگر نه کار خیلی ساده تر از آن نیست که ما فکر بکنیم. این به هر حال چون دیدم ایشون زحمت کشیدن نظری دادن درباره اصلاح ذات البین، بین اونها رو بخوان اصلاح کنن، خیر قربان طرحی بدهید که چطور میشود بیشتر جنگ و جدالی را انداخت که بیشتر به بعضی ها سود برساند. این هم به هر حال توضیحی درباره فرمایشات جناب آریان خوب در اون مورد به اصطلاح اصلاح بین فلسطین بیچاره و اسرائیل. بسیار ممنونم. البته روی فلسطین بیچاره تر و به دلیلی این ویدیو رو روی فیسبوک که گذاشتم، دوستانی هم آمده بودن و همین صحبت شما رو میکردن که اگر این طرحهایی که شما میگید به این خوبی اجرا بشه، این اقتصاد اسلحه فروختن و اینها از بین میره. و اون آدرسی هم که شما گفتید برای دوستانی که نمیدونن، اون 10 داونینگ استریت آدرس نخست وزیر انگلستان هست. بله صدای شما قطع. کتابی هم که برای این دایجان ناپلون نوشتن برای ایزگم کردنی، برای که مردم رو. آقا من در کامبوج بودم، تایلند، جناب آقای سربی یک قوقایی شده بود، یک مرد کامبوجی که معلم انگلیسی بود ولی انگلیسیش خیلی مقدماتی بود، آقا دم بریتش، آقا دم صدا قطع شد. آقای افشارات، اونجایی که گفتید معلم انگلیسی بود صداتون قطع شد، بفرمایید بعدش. الان خوب شد. بعد شما میخواین ویدیو رو خاموش کنید، ویدیوتون رو خاموش کنید، من از اینجا یه عکسی دارم اینو نشون میدم. نه درستش بود. باش خب پس بفرمایید. کامبوج بود، یک مرد کامبوجی اوغا در تایلند شده بود، به من میگفت خدا لعنت کنه انگلیس. آقا کامبوج دایجان ناپلون نوشتن براش بزرگ بود به نام باقی شانسه، مشهد معروف بود. اونا یک به اصطلاح باقبانی حرفا داشتن که اون موقع 40-50 سال بود تو دستگاه اونا بود، ما هم بچه بودیم. وقتی که بیل لازم بود میگو ما من مصادق بدایی بزرگ ما بیل بخریم، وقتی میامدیم از در اخباق بیاییم بیرون میگو یاد باشه بیل انگلیسی بخریم. اگر یادتون باشه یک بیلایی بود شکلایی داشت، اینها به بیل انگلیسی معروف بود. بله بله. آخر به اون مرد باغبان از بوزوتون بی سوادم دایجان ناپلئون بود. این انگلیس من نیز وقت خدا بیارم در همه رفتگار رو مرحوم آقای علی شریعتی در مشهد یک درسی بود صحبت بودم، گفتم آقا شما هر که صحبت میفرمید اینا میگیم اگر قوقایی بشود، اگر انقلابی بشود میگوین یا امریکا انگلیسن یا روسن. بله الان هم گفتیم خب شهر رحمت الله بسیار عالی، اما خواهش میکنم این نکته رو بررسی کنید که چرا میگوین آخه انگلیسه یا روسه، این رو بررسی کنید. چرا نمیگن بنگلادش بود، این انقلاب از نمیدونم سوئیس بود. اگر شما به این به اصطلاح ریشه بروید، به این قسم ها، به این شاخه ها نمیچسبید. بررسی کنید که چرا هر مسئله ای در دنیا میشود میگوین پای انگلیسه، اون رو بررسی کنید. بررسی شما کردیم تا اندازه که مشهرمون اجازه دادیم،
جناب آقای سربی، در جنگ دوم جهانی هیتلر گفت اینقدر بم می‌ریزن تا این جزیره خاکی رو آبش کنن بره تو دریا. همین خانم الیزابت اون موقع داشت نتیجه می‌کرد با جوراب زمانی که با کینگ کامر بمباران کرده بود. نخست وزیر وقت حالا چرچیل گفته بود آقا پید از اینجا برید، این به هر حال یک جریانات اون رو گفته بودن نه هر چه سر اون یکی دختر میاد اونی که دیگه که داشت نتیجه می‌کرد جوراب می‌ماست برای سربازان، گوه هرچی سر اونا آمد سر ما آمد سر ما میاد. جناب سربی قحطی بود، مریضی بود، عرضم بزرگ کشتار بود، زورگویی بود، به زور جوانها رو میبردن که بیش برید به سربازی و به که به کشته بشید. 50 نفر در اون زمان کشور انگلستان قربون پناهنده نداده کشورهای دیگه نرد به ما میگن یا توسری یا روسری، به ما حقوق نمیدن. آقا وطن پرستن به معنای واقعی کلمه. سناتورهای مهم امریکا میگن اصلا ماموریت خارج قبول نمیکنه، میگن یک دقیقه ما نمیتونیم از امریکا بریم بیرون، اصلا بعدن در ریزومه شون افتخار نرفتن بیرون از امریکا. این هم از جناب ایرانی ها از زمان ناصرالدین شاه نگاه میکنید کش به کشمش میشد 1000 نفر 10000 نفر میدویدن که به ما ظلم شد. انگیزه ای که هرچه میشود میگوین انگلیس در این آقا در این عزیز من شما 2000 نفر در طول تاریخ ندیدید که بگن پناهنده شد در نفر اینجا 6 میلیون ایرانی چه میکنیم اینجا چه میکنیم در خارج آقا؟ امریکایی که به قول خود شما ها میگید باعث شد که حکومت ایدئال شما ها رو چپش بکنه آمد زیر بلیط همین توفو بست های روزگاران توفو. برای که ختم بکنم این عرضم رو زمینن یک چیزی بود سوالی بود در اینجا که نظر رابطه ایران و امریکا رو میخوان بدونن. من بسیار هم مردم امریکا سرزمین حاصل خیز و پر برکت امریکا را عزیز می دارم، اما بیش از 40 سال خارج از کشورم، بیش از 29-30 سال در همین نورث امریکا هستم، پام به امریکا نرسیده. برای که یک تجربتی نه تجربتی خاطری هم گفته باشم، حدود 17 سال قبل جناب سربی داشتیم از یک سفری برمی گشتیم بیاییم به تورنتو. صدای من هست قربان؟ بله بله بفرمایید. در فرودگاه پیرسون تورنتو خیلی برف اومده بود، لازم شد در نیویورک نشست. اومدن گفتن آ بیاید بیرون 3-4 ساعت باید اینجا باشین تا اونجا درست بشه حرکت کنیم. همه داشتن میرفتن بیرون حرفا، مهماندار آمد به من گفت آقا بفرمایید جنتلمن. گفتم بابا من در حال کتاب میخوام بذارم اینجا بشین. گفت آخه خب قربان آخه باید مثلا بیرون. گفتم آقا نه، اگر هم به زور میخواید متوسل بشین جنوبتر بینی خبرنگار بی بی سی بیاد من 4 کلام حرف بزنم بعد بتون منو برید. من پامه نمیذارم اینجا، پامه نمیذارم در توی خاک. آرم به همین ده اگر هم در کانادا تونستم قدری خودم رو عجز بکنم و آن هم با خونه دل بمانم، به دلیل این هست که آن فجایع و آن مسائلی که ریشه از اونجا گرفته بود قربان کانادا مرتکبش نشده بود. الان هم که هر روز من این رو پالیتیکال آیدنتیتی نمیدونم براش، نخست بدیه شد تو ذهن خودم میگن این ها جنرال منیجر هن اون استانداراشون هم همه شون استاندار و منیجر هن دسیجن میکر نیستن. دموکراسی برپا شده به وسیله دکتر محمد مصدق رو اینا سرنگون کردن و پدر کشتی و تخم کین کاشتی پدر کشتی را چون بود آشتی دنیا و مملکت ما رو به باد دادید، مردم ما رو بیچاره کردید. من حالا بیام برم تو پرچم اون، من بیام برم بگم سلام علیکم. اگر ملت انگلیس میگن آقا هر چه میشود اون شماره 10,000 انگلیسی، برای که شما 5,000 نفر پناهنده در تمام طول تاریخ نگاه بکنید از انگلستان نمیبینید. به هر حال گفتار بسیار است در این مورد و عرضم به حضورتون که صحبت بیشتر، امیدوار هستم که در این موارد بتواند ایجاد سوال یا
به اصطلاح مطلبی باشد و برای جلسات بعد پاسخگو باشم. الان هم هنوز وقت دارم، اگر حضرت عالی یک بار در این همین مسائل دوستان سوالی دادن، خود حضرت عالی سوالی داشته باشید، من در خدمتتون هستم. سوالی ندارم، از شما بسیار ممنونم. فقط اجازه بدیم به دوستان بیننده بگیم اگه این برنامه رو در روزهای دیگه در بازپخش میبینن، همون موقع هم میتونن به وسیله ایمیل، به وسیله تلفنی که روی صفحه بود پیام بذارن، با فیسبوک تماس بگیرن و موضوعاتی رو که دوست دارن از شما بپرسن، در موردش صحبت کنید بگن و در این موارد ما از شما کمک میکنیم که صحبت توضیحات بیشتری بدن. آقایون و خانمهایی هم که هممون در این خارج هستیم، قربان گفته بویی بشکرد ماستی بریزد جا انگردد به کام کاسلیسان. به هر حال خیلی از ما هستیم که آمدیم در اینجا و زمینی که داریم ناله میکنیم، میگیم همین حالات خوب است که ما در اینجا باشیم و به همین اوزان بگذاریم. به حضرت عباس اگر بخواهد همون حکومت خودون و هم میخواهند برقرار بشود، گمان نمی کنم از این 5 میلیون 1 میلیون 500 هزار تا بیشتر برگردن. بسیار ممنونم. خوب آخر هفته خوبی داشته باشید آقای افشار. خیلی خوشحال شدم قربان، امیدوار هستم موفق باشین. شروع از دیدگاه خود بنده خوبی بود. بفهمید چقدر وقته آقای سوری؟ باید بریم دیگه، چون ما باید بله. چقدر عالی است. من هم آرزوی بهترین ها رو برای شما و برای بینندگان عزیز دارم. ممنونم از شما، به امید دیدارتون. خیلی ممنون، خدا نگهدار. خب دوستان عزیز، با آقای دکتر کاظم افشارها بودیم. اگر پرسشی دارید یا نظری دارید در مورد برنامه و گفتگوهای ایشون، حتما یا با خودشون مستقیما تماس بگیرید یا با ما تماس بگیرید تا پرسش‌های شما، نظرات شما را برای ایشون منتقل کنیم. از اینکه با تلویزیون مردم بودید بسیار ممنون و متشکر. تلویزیون مردم و برنامه‌های تلویزیون مردم رو به دیگران هم معرفی کنید و برنامه رو ادامه بدیم با ویدیویی که آقای حسن ارشاد از ایران ارسال کردن. نظرات ایشون هم درباره بهائیت هست و شما هم میتونید نظرات خودتون و انتقادات خودتون رو با ایشون در میون بگذارید. آخر هفته خوبی آرزو می‌کنم براتون. روز و روزگار بر شما خوش.